با درود و عرض ادب و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیز و همکاران گرامی، امروز 21 آگوست 2022 میلادی برابر است با 30 مرداد 1401 خورشیدی، رأس ساعت 12 به وقت اروپای مرکزی، جلسه ماهانه نمایندگی منطقه شمال آلمان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران را رسما آغاز می‌کنیم. بعد یادآوری کنم که جلسه امروز نمایندگی ما از طریق اتاق زوم بشریت و به صورت زنده هم از کانال یوتیوب و هم در تلویزیون اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران اجرا و پخش میشه. دوستان گرامی میتونن از طریق فراخوان در سایت اصلی کانون به این لینک ها دسترسی پیدا کنن. خب، در بخش اول جلسه امروز جناب مسعود ذوالفقاری گزارش تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران رو مربوط به مرداد ماه 1401 بیان می‌کنند. در بخش دوم که بررسی کنوانسیون ها و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، امروز توسط خانم حق‌وعلی، زهره حق‌وعلی اجرا خواهد شد. کنوانسیونی هم که امروز انتخاب شده، کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دست جمعی، مصوبه ژوئیه سال 1949 میلادی. بعد از ایشون آقای صادق فرخی قصر آسمی با موضوع کارنامه 10 ساله اعدام در ایران سخنرانی میکنن. در بخش بعدی هم جناب حمیدرضا سعیدی درباره حق آزادی انتخاب پوشش سخنرانی و ابراز عقیده خواهند نمود. به عنوان آخرین سخنران هم خانم زهرا یزدی هاشمی موضوع کودکان کان رو عنوان نموده و در مورد آن سخنرانی میکنه. حاضرین محترم در جلسه همیشه از این حق برخوردارن تا پایان هر بخش سخنرانی نظرات و پیشنهادات خودشون رو، البته به مدت 3 تا نهایتاً 5 دقیقه، اعلام کنن و چنانچه انتقادی هم بود در کمال احترام عنوان بشه. مطابق جلسات قبل در بخش آخرمون از دوستان و همکاران و حاضرین در جلسه دعوت میکنم که در بحث آزاد امروزمون شرکت کنن و با همدیگه در یک فضای دوستانه تبادل نظر داشته باشیم. موضوع بحث آزاد امروز ما حق برخورداری از خدمات لازم اجتماعیه که به جزئیات خب بلایای طبیعی در کشور ایران میپردازیم. اگر دوستان موافق باشن میریم سراغ بخش اول و ادمین های محترم مایک رو برای آقای مسعود ذوالفقاری آماده کنن تا ایشون گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه 1401 را عنوان کنن. بفرمایید آقای ذوالفقاری. با سلام و درود خدمت شما دوستان و بینندگان ما از طریق یوتیوب. روند من به سرعت میرم سر به اصطلاح گزارشم. فقط عذرخواهی میکنم همین ابتدا، من چون مطالب خیلی زیاده یه خورده گزارش رو سریع‌تر میخونم، البته سعی میکنم که شمرده و مفهوم باشه که بتونیم به همه مطالب برسیم. روند نقض حقوق افراد در ایران در مرداد 1401 به سان ماه‌ها و سال‌های گذشته همچنان ادامه داشت و در این ماه نیز باز هم چندین نفر اعدام شدند یا حکم اعدام دریافت کردند. پیروان سایر ادیان و مذاهب باز هم تحت فشار ظلم جمهوری اسلامی قرار گرفتند. حقوق صدها و شاید هزاران زندانی در زندان‌های مخوف و بی‌قانون این رژیم نقض شد و همچنین صدها فعال اجتماعی و مدنی شکنجه شدند و احکام غیرقانونی دریافت کردند. در ادامه به چند مورد از اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در مرداد 1401 اشاره میشه، با ما همراه باشید. بنابر اعلام خبرگزاری‌های فعال در زمینه حقوق بشر، روز پنجشنبه 27 مرداد 5 زندانی در زندان یزد اعدام شدند. هویت این زندانیان عبارت است از امیر شهیکی 22 ساله، سید عباس موسوی، حمید نارویی، خدارحمه نارویی، سعید کاشانی ساکن اهل 46 ساله اهل و ساکن زایده. ما توجه به اینکه ما فعالان حقوق بشر در بر این باوریم که حکم اعدام غیر انسانی و از اساس غلط و نابجاست، فارغ از هر جرمی که فرد اعدامی مرتکب شده، در گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها از ذکر علت اعدام خودداری می‌کنم. من دیروز شنبه 29 مرداد 2 زندانی در زندان‌های ایران شهر و زابل دار زده شدند. نادر براهویی 30 ساله، فرزند امید در زندان ایران شهر و مهدی پیری، فرزند علی جان، در زندان زابل اعدام شدند. در این حال
شعبه 41 دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد عسکری زندانی محبوس در زندان برازجان رو تایید کرد. روز شنبه همچنین 5 نفر به نام های امید علیزهی 21 ساله، مرتضی دهواری 24 ساله، عبدالباسط بروهی 23 ساله، عبدالرحیم اسماعیل زهی 30 ساله و محسن سالار زهی 28 ساله در زندان های زاهدان و سراوان اعدام شدند. علت ذکر سن این افراد فقط به خاطر اینکه ببینید که تو چه رنج سنی اتفاق میفته این اعدام ها و چه سرمایه هایی رو از این به صلات جمعیت و ملت ما حذف میکنه جمهوری اسلامی. همونطور که میدونید مجازات اعدام خلاف قوانین بشری و بین المللی، در واقع حکم اعدام نقض صریح ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی حق حیات برای همه و حق، یعنی هر کس حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی داره. اما از زندان‌های جمهوری اسلامی هم خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسه و گزارش‌ها از نقض گسترده حقوق زندانیان در این زندان‌ها به روش‌های مختلف، از جمله محرومیت از حقوق طبیعی، از جمله حق داشتن وکیل و دسترسی به امکانات اولیه مورد نیاز، تهدید و شکنجه و غیره حکایت داره. خدیجه مهدی پور زندانی سیاسی که بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان ایلام نگهداری میشه، طی روزهای اخیر توسط تعدادی از زندانیان جرایم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت که دفعه آن از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده. به گفته منابع مطلع، خانم مهدی پور در دوران حبس به اتهام توهین به مقدسات با گشایش پرونده جدیدی روبرو شده. به علاوه مدت 1 ماه از امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان خودش محروم شده. حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت روز دوشنبه توسط یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مکان نامعلومی منتقل شد. ضرب و شتم این زندانی بیمار در پی درخواست وی به جهت انتقال به بهداری زندان صورت گرفت. میثم محمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با وجود بیماری کلیوی و حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام بیمارستان محروم شده. مهران قره‌باغی زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز که از مشکلات پزشکی رنج میبره، با وجود وخامت حال جسمانی از رسیدگی پزشکی مناسب محروم شده. سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد که بیش از 10 ماه در زندان ارومیه به سر میبره، در پی تهدید ماموران اداره حفاظت اطلاعات زندان اقدام به خودکشی کرد. ماموران زندان او رو تحت فشار گذاشتند که تا در راه ارتباطی زنان این زندان با سازمان‌های حقوق بشری رو فاش بکنه. این اقدامات نیز نقض آشکار مواد 5 و 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 بر ممنوعیت شکنجه تاکید داره و ماده 6 میگه ارزش انسانی در همه جا، یعنی هر انسانی سزاوار و محقق تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته بشه. اما در ایران و در نظام ولایت فقیه تنها مسئله که ارزش نداره کرامت انسانیه. اما یه موضوع خیلی مهمی که به نظر من توی ماه گذشته و ماهای گذشته اتفاق افتاده، تحت فشار قرار گرفتن هموطنان بهایی ماه، تخریب خونه های بهاییان در روستای روشنکوه مازندران. ماموران امنیتی، نیروی انتظامی و نیروی گارد ویژه جمهوری اسلامی با کمک نیروهای جهاد کشاورزی استان مازندران 11 مرداد با ورود به روستای روشنکوه استان مازندران اقدام به تخریب منازل این عزیزان کردند. گفتن یه روستای روشنکوه مازندران از 10 سال قبل محل زندگی بهایان بوده، اما اداره منابع طبیعی مدعی شده که کشاورزی و ساخت و ساز اونها ناشی از به علت در واقع ناشی از تصرف اراضی جنگلی و این کار غیرقانونیه، که خب هممون میدونیم که یک بهانه واهیه، چون که توی روستاهای مجاور اونجا دقیقاً افراد غیر بهایی ساکنن و همچین مشکلی هم ندارن. طی سالهای اخیر تلاشای سیستماتیک و گسترده‌ای صورت گرفته تا بهاییان این روستا رو ترک کنن. پیش از این هم در موردی مشابه در آبان 99 خانه بهاییان در روستای یول از توابع ساری تخریب شده بود. دادگاه انقلاب سمنان حکم مصادره اموال بهاییان این استان رو صادر کرد. سعید دهران وکیل دادگستری اعلام کرده که در پرونده جدیدی که با دستور مستقیم وزارت اطلاعات تشکیل شده، قاضی محمد قاسم عین‌الکمالی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان حکم مصادره اموال بهاییان سمنان رو صادر کرده. این وکیل دادگستری این اقدام رو در قالب پروژه نسل‌کشی تدریجی بهاییان در ایران از سوی جمهوری اسلامی
ارزیابی کرده. در این حال جامعه جهانی بهایی در بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته نسبت به سرکوب بهاییان در ایران واکنش نشون بده قبل از اون که دیر بشه. در این بیانیه همچنین از بازداشت، احضار، محاکمه، بازرسی خانه و تعطیلی مشاغل 64 شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران طی یک ماه گذشته خبر داده شده. جامعه جهانی بهایی این اقدامات رو نشان دهنده تشدید کارزار سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی در ایران آمد. خبر دیگر از نقض حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب در ایران این که دست کم 62 دانش آموز بهایی به علت اون چه که سازمان سنجش نقض پرونده ذکر کرده از شرکت در کنکور سراسری و ادامه تحصیل محروم شدن. این مورد نقص پرونده از سال 85 1385 باب شده توی سازمان سنجش و با این بهونه در واقع دانش آموزای بهایی رو محروم میکنن از ادامه تحصیل. هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر میشه. این موضوع حتی افرادی رو که در آستانه فارغ التحصیلی هستن نیز در بر میگیره. من خودم یک موردی رو در این مورد میدونم، یکی از دوستای من که بهایی در ایران درس میخوند ترم هفتم دانشگاه ظاهرا متوجه شدن و دانشگاه آزاد اجازه ندادن و بیرونش کردن از دانشگاه. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی خود محرومند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق داره از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی به طور علنی یا در خفا برخوردار باشه. گفتنی بر اساس منابع غیر رسمی در ایران بیش از 300 هزار بهایی زندگی میکنن، اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسه و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسه. به همین دلیل سالیان گذشته همواره حقوق بهاییان در ایران به طور گسترده نقض شده و میشود. البته این به این معنی نیستش که پیروان سایر ادیان مسونن از فشارها و ظلم جمهوری اسلامی. در ادامه میخونیم: سه شهروند مسیحی به حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت جوزف شهبازیان، سمیه صادق و مینا خاجبی قومی که این دو فرد اخیر نوکیش هستند، شهروندان مسیحی را عیناً تایید کرد. پیشتر این شهروندان مسیحی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به 16 سال حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بودند. بنابراین حکم جوزف شهبازیان شهروند ارمنی به تحمل 10 سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور و منع عضویت در گروه ها و همچنین تبعید، مینا خاجوی به 6 سال حبس تعزیری و سمیه صادق به 4 سال حبس محکوم شده. ایمان سلیمانی وکیل این افراد اعلام کرده که تایید حکم بدون توجه به اصول مسلم حقوقی و فقهی و اصل تناظر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سایر اصول آیین دادرسی و حق دفاع و بدون برگزاری جلسه رسیدگی و بدون توجه به دفاعیات مبسوط و مستدل صورت گرفته. این شهروندان به مواردی از جمله تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی که واقعا این جرم از اون جرمای عجیب غریبه، این اتهام، از طریق تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی متهم شدن. جوزف شهبازیان شهروند 57 ساله ارمنی که تیر 99 به همراه شماری از نوکیشان مسیحی در یک کلیسای خانگی در جنوب تهران دستگیر شدند. متاسفانه فشار و بر پیروان سایر ادیان و مذهبی در ایران روز به روز در حال افزایشه که این اقدام نقض آشکار مواد 1 2 6 7 و 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، ماده 2 عدم تبعیض یعنی هر کس میتونه بدون هیچ گونه تمایز خصوصا از جهت نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و غیره آزاد زندگی بکنه، از آزادی‌ها برخوردار باشه. ماده 6 ارزش انسانی در همه جا یعنی هر انسانی سزاوار و محق اونه که تو همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته بشه. و ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستن. و ماده 18 حق آزادی هست. و اما در پایان سپیده رشنو، بانوی معترض به حجاب اجباری که در پی درگیری با یک زن محجبه طرفدار جمهوری اسلامی 25 تیر بازداشت شد و چند روز بعد در حالی که
آثار شکنجه بر رخسارش نمایان بود، روبروی دوربین اعتراف اجباری صدا و سیما نشست و علیه خودش اعتراف کرد. دیروز کیفرخواستش رو دریافت کرده. رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهامات مطروحه علیه خانم رشنو رو اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با بیگانگان، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا عنوان کرده، که متاسفم که بگم که اگر هر کدوم از این موارد رو به اصطلاح تایید بکنن این خانم حکم اعدام دریافت میکنه. خیلی متاسفم واقعا. از وقتی که من حالا یه متن کوچیکی هم براش نوشتم که شاید حالا تو این گزارش نگنجه، ولی من میگم اینو، عناوین اتهامی متاسفانه از دیشب که اینو خبر رو خوندم، این عناوین اتهامیش خیلی عجیب غریب ذهنم رها نمیکنه. گذشته از تعدی هولناک به حقوق انسانی، چنین اتهاماتی فقط نشانه بی‌حرمت و بی‌ارزش بودن قانون به عنوان شیرازه تنظیم روابط اجتماعی برای حکومت جمهوری اسلامی. بستن عناوینی که از سنگین‌ترین اتهامات به شمار میاد منطقاً باید موارد استفادهشون خاص و نادر باشه، اما استفاده این موارد اتهامی در اینجا و در خصوص یک درگیری ساده فقط بیانگر اونه که قانون برای سردمداران جمهوری اسلامی صرفاً روسپی رسوایی است که هر جا بخواهند به هیچش میگیرند و هر جا بخواهند به سخیف‌ترین شکل خرجش میکنند. بدیهیه وقتی قانون توسط متولیانش شنی به بی آبروی پستی کشیده میشه، در نگاه مردم هم هیچ ارزش و اعتباری براش باقی نمیمونه. متاسفانه میزان بیخردی در جمهوری اسلامی روز به روز شدت خوفناکتری پیدا میکنه. خیلی متشکرم از اینکه گزارش بنده رو شنیدین و اگر که نظری، انتقادی یا سوالی هست من در خدمتم. درود مجدد بر شما. ممنونم جناب ذوالفقاری که مثل همیشه حرفه‌ای و به هر حال سر وقت گزارش رو تحلیل کردین و خوندین. ما متاسف میشیم از شنیدن این خبرها و اینکه ممنون که این خبرها رو جمع‌آوری کردین تو این وقت کم گفتین. من هم اشاره کنم به دو سه تا خبر که به هر حال از توی کمیته کودک و ورزش من انتخاب کردم. همونطور که میدونیم ما متاسفانه سیل داشتیم در کشورمون، در جمهوری اسلامی متاسفانه زیاد رسیدگی نمیشه به بلای طبیعی. امروز بحث آزادمون هم در این مورد هست. یک کودک 3 ساله قربانی سیل در ایذه شده بود در مرداد ماه و همچنین 2 تا دختر نوجوان که هنوز به سن قانونی نرسیده بودن سعی کرده بودن که از مرز ایران خارج بشن و خودشون رو به ترکیه پناهنده کنن. و در زمینه ورزش هم شما دیدید سخنانی که علیه ورزشکاران و سلبریتی های به خصوص فوتبال زده شد توسط یکی از روحانیون و مقابله به مصر شده بود از طرف آقای علی کریمی و تمام عکس‌ها و حالا به هر حال فعالیت های آقای علی کریمی توی تهران و شهرستان دیگه متاسفانه از بیلبورد پایین آورده شد و حتی آقای رسول خادم هم به تبعه ایشون صحبت کرده بودن. ممنون از آقای ذوالفقاری مجدد. دوستان میبینم که آقای تفکری عزیز دستشون بالاست، مایک رو براتون آزاد میکنم، اظهار نظرتون رو بفرمایید. سپاسگزارم از شما جناب حسن‌زاده محترم. صدای من به خوبی میاد درسته؟ خیلی متشکرم. من فقط یک مطلب رو میخواستم بگم و سپاسگزاری کنم، سپاس بیکران از کمیته خاموش دفاع از حقوق زنان، سپاسگزاری از بیکران از کمیته خاموش دفاع از حقوق هنر و هنرمند. خانم سپیده رشنو هم یک زن بود، هم یک نویسنده و هنرمند. جلسه ویژه جاش کجاست؟ جاش تو بزنیم و مسابقه بذاریم و اینجور چیزا؟ نه، جلسه ویژه جاش اینجاست. جلسه ویژه کمیته ورزش جاش اینجاست که یک روحانی به قول آقای کریمی دوزاری بیاد کل ورزش رو زیر سوال ببره و ما سکوت بکنیم. بازم ممنون از شما. ممنون. سپاس آقای تفکری عزیز. من مایک رو برای آقای علی عزیزی هم آزاد میکنم، بفرمایید اظهار نظرتون رو میشنوم.
با سلام به دوستان عزیز، من صحبت قبلی که شد میگفتین به ادیان داره فشار میارن اینا، خب همه میدونیم که 90% جمعیت ایران خب مذهب شیعه هستن. الان ما نگاه میکنیم تو مذهب شیعه هم، تو چارچوب مذهب شیعه هم این حکومت رده. بیشتر جمعیت ایرانو میگم شیعه تشکیل دادن، ولی خب با اون قرآن و با اهل بیت و اینا میشینن میبینن دارن در حق اینا هم ظلم میشه. یعنی حکومت اسلامی شده تک قطبی، فقط یکی اون بالا نشسته، نه مجلس میتونه چیزی بگه نه چیزی میگه، تمام حق شیعیان هم داره خورده میشه. اهل تسنن حالا میگیم ما ایزدی ها هستن، پیروان مسیحی هستن، همه این حقشون خورده میشه، ولی بیشتر از اینا حق شیعیانه. ما 80 میلیون جمعیت داریم، واقعا داره از لحاظ خوراک، از لحاظ صحبت کردن، از لحاظ نفس کشیدن توی شما برین سیستان و بلوچستان خبرها رو داریم، اصلا گرد و غباریه. مردم یه آب آشامیدنی درستابی ندارن، واقعا داره اتشاف میشه در حق مردم. ممنونم این نظر من. سپاس جناب عزیزی. بله، این حق باید برخوردار باشن مردم کشور عزیز ایرانمون، که هر کی با هر مرام و عقیده‌ای بتونه راحت زندگی کنه در کشور خودش، چه شیعه چه سنی و چه خارج از دین اسلام اصلا. ممنون از نظری که دادین دوستان. اگر مورد دیگه نیست ما به بخش دوم میپردازیم، سخنرانی خانم زهره حق‌وعلی با موضوع بررسی کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دست جمعی مصوبه ژوئیه سال 1949 میلادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. مایک رو برای ایشون آزاد میکنیم تا سخنرانیشون رو ایراد. سلام به دوستان عزیز، روزتون بخیر. در خدمتتون هستم با بررسی کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دست جمعی و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به این کنوانسیون میگن کنوانسیون شماره 98، که بیشتر میپردازه به حقوق کارگران و حق داشتن سندیکا و گروه‌های صنفی. همونطور که دوستانمون هم الان در مباحثشون گفتن، شامل در واقع تمامی اقشار کشور میشه، خارج از اینکه چه دینی دارن، در کجا زندگی میکنن. این امکانات باید عادلانه برای اعضای یک کشور در واقع که بخش عمدش هم در واقع بخش کارگری تشکیل میده فراهم باشه، که حالا بررسی میکنیم این کنوانسیونو که 13 بند داره، که در واقع از بند 9 به بعدش میپردازه به نحوه اجرای اون در کشورها، نحوه عضویت، نحوه لغو عضویت. اما اون 9 ماده اولی که به نظر مهمتر از بقیه میان، من اینجا بهشون اشاره میکنم. ضمن این که اشاره کنم که این ماده در واقع این کنوانسیون همطور که اشاره کردن مجری جلسه در 8 ژوئیه 1949 تصویب شده و 1951 هم اجرای شده. این که در بند یک اشاره میکنه کارگران بعد از حمایت کافی در برابر اقدامات تبعیض آمیز ضد اتحادیه ای از حیث اشتغال خودشون برخوردار میشن، یعنی که کارگران اگر که مورد تبعیض واقع شدن باید یه اتحادیه و سندیکا و یک گروه صنفی داشته باشن که از اونها دفاع بکنه، و اصولا هم باید طور باشه که یک وکیلی و یک نماینده از خودشون داشته باشن، که حالا بررسی میکنیم که در قوانین ایران به چه شکل هست. دوم اینکه حمایتی که در واقع کارگرها دریافت میکنن باید اینجور باشه که مشروط کردن اشتغال کارگر به این که وی نباید به اتحادیه‌ای ملحق شود و یا اینکه باید عضویت در اتحادیه صنفی کارگری را رها کنند هم هست. یعنی کارگران شامل این حمایت بشن که بتونن آزادانه در یک صنفی عضو باشن. اخراج یا زیان رساندن به کارگری به دلیل عضویت در اتحادیه یا به علت مشارکت در فعالیت‌های اتحادیه در خارج از ساعت کار یا با رضایت کارفرما در ساعت کار. همچنین سازمان‌های کارگران و کارفرمایان باید از حمایت کافی در برابر هر اقدام مداخله جویانه یکدیگر یا عوامل یا اعضای یکدیگر در تشکیلات، عملکرد یا مدیریت خودشون برخوردار بشن. یعنی که اونها مسئول هستن و ضمانت اجرایی دارن و دیگران نمیتونن در کارشون دخالت بکنن به دلیل اینکه اونها از حمایت سندیکا و صنف خودشون برخوردار.
اقداماتی که به منظور حمایت از ایجاد و قرار دادن سازمان‌های کارگران تحت تسلط کارفرمایان یا سازمان‌های کارفرمایان یا حمایت از سازمان‌های کارگری از طریق ابزارهای مالی یا وسایل دیگر با هدف قرار دادن چنین سازمان‌هایی تحت کنترل کارفرمایان یا سازمان‌های کارفرمایان انجام شود بر اساس این ماده به ویژه اقدامات مداخله جویانه به شمار می‌آید. خب من چون می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که در واقع تمامی اینها منجر میشه به دموکراسی و عدالت اجتماعی، یعنی که نماینده کارگران بتونن با کارفرمایان برن مستقیم صحبت بکنن، از طرفی با نماینده در واقع کارفرما صحبت بکنن و از طرف دیگر هم دولت طرف صحبتشون باشه که اینا بتونن حقوق خودشون رو احقاق بکنن. حق چانه زنی جمعی از حقوق بنیادی و جزء 8 کنوانسیون بین‌المللی کار هست که در بسیاری از کشورها در واقع حق تشکل کارگری اومده، اما باید این حق تشکل کارگری ذکر و ثبت بشه که در ایران به این کنوانسیون نپیوسته و یه سری کشورهای دیگه حتی کانادا، کره شمالی، اینها، افغانستان، البته کشورهای زیادی بودن که به این کنوانسیون نپیوستن، اما مثلا آمریکا برای نپیوستن به این کنوانسیون دلیلی داره و اینکه گفته اولا در تناقض با قانون اساسی من هست، دوما اینکه من قوانین کارگری دارم که خیلی بهتر از این قوانین در واقع ثبت شده به عنوان کنوانسیون هست و کارایی اجراییش خیلی بهتر در کشور من، به این دلیل من نمیپذیرم. اما متاسفانه نه ایران قوانین مسبب و خوبی داره، نه حاضر چه به قوانین بین المللی بپیونده که البته نپیوستنش به کنوانسیون دلیل بر سلب مسئولیتش نیست، به خاطر که در هر حال ایران جزء سازمان ملل هست و موظف کنوانسیون هایی که ثبت میشن رو بهشون بپیونده و اجرایش بکنه در کشور، که همه اینها در واقع منجر بشه به دموکراسی و در واقع توزیع عادلانه امکانات، همطور که در قانون اساسی هم اومده و متاسفانه اجرا نمیشه، همطور که دوستانمون گفتن حتی در مناطق محروم ما مثل سیستان و بلوچستان مردم از حقوق اولیه انسانی مثل آب شرب محروم هستن، چه برسه به اون حقوقی که باید در واقع به سندیکاها و سنکا مرتبط باشه. خب در این کنوانسیون به طور اخص بررسی میشه به این که باید کارگران تو سندیکاهای خودشون بتونن با طرف مقابلشون در مورد حداقل دستمزد، مسائل کاری، ایمنی کار، وعده غذایی گرم، اضافه کاری، طبقه بندی مشاغل، کار زنان و مواردی از این دست صحبت و مذاکره بکنن و موافقت نامه های جمعی و پیمان نامه های جمعی و دست جمعی رو بتونن امضا بکنن و هر موقع که درخواستی داشته باشن بتونن رو مطرح بکنن و بتونن در واقع با داشتن یه سندیکا و صنف قدرت خودشون رو به عنوان افراد که در جامعه مدنی حقوقمند هستن به نمایش بگذارن، که خب این متاسفانه با اون اصلی که جمهوری اسلامی بهش پایبند هست و اون هم ولایت مطلقه فقیه هست در تضاد. برای همین هست که مثلا کانون نویسندگان ایران از سال 59 تا الان نتونسته حتی یک جلسه تشکیل بده و حتی جلسات خانگیشون هم با نیروهای اطلاعات و امنیت تهدید میشه و اجازه برگزاریش نیست. از سوی دیگه توی این کنوانسیون اشاره شده که برای نیروهای امنیتی و پلیس این کنوانسیون حقی رو ایجاد نمی‌کنه و اونها موظفن که مطابق قوانین کشور خودشون رفتار بکنن، ولی من خواهم اینجا این نکته اشاره بکنم که نیروی امنیت و پلیس همیشه مدافع در واقع برگزاری درست تشکلات صنفی هست. مثلا در بیشتر کشورها به این شکل هست که اگر یک صنفی میخوان یک اعتراضی، اعتصابی انجام بده، یک نشستی داشته باشن، پلیس نقش محافظتی داره برای اینکه اون جلسه درستی انجام بشه و اختلال به وجود نیاد، ولی در ایران برعکسه و پلیس اصلا اونجا حضور داره این جلسه تشکیل نشه و بعد اون به جلسات کارگری یا اعتصابات همیشه به خشونت کشیده میشه یا اصلا بحث سیاسی میشه و از اون مسیر اصلی خودش متاسفانه خارج میشه. ضمن اینکه اشاره بکنیم که متاسفانه در کل جهان آمار نشون میده که شرکت زنان در فعالیت های صنفی و سندیکایی کلن 14% درصده،
یعنی این پتانسیل زنان کارگر که در کل دنیا مشغول کار هستن و تعدادشون هم کم نیست، بخش تاریک قضیه است که میتونه در واقع برای اینکه مردان اعتراضاتشون به نتیجه برسه خیلی کمک کننده باشه. حالا در ایران هم که کلا اون بحث امنیتی باعث میشه که حتی مردان هم از شرکت در اینجور تشکلات صنفی خودداری بکنن، به خاطر اینکه در واقع اون تهدیدی که ایجاد میشه که به زندان میفتن و خب میدونید که خیلی از نمایندگان صنفی هم الان در زندان هستن، باعث میشه که حتی مردان هم در واقع ابا بکنن از شرکت در این جلسه. خب بپردازیم به این که در واقع این کنوانسیون کمک میکنه که قراردادهای صنفی بهتر بسته بشن، بهبود شرایط کار برای کارگران باشه و این خودش به همطور که گفتیم میتونه به اعتلاع دموکراسی و وضعیت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد کمک بکنه. ولی خب بزرگترین آفت این چانه زنی ها بین نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرماها چه چیزهایی میتونه باشه؟ یکی اینکه مردم از نمایندگی که خودشون به عنوان نماینده صنف و سندیکا انتخاب میکنن حمایت نکنن. همونطور که در ایران هم بارها کسایی که شاهد بودن به خصوص در بخش دولتی مشاهده کردن که یه عده مخالفن، میخوان یه گروه تشکیل بدن، صنف تشکیل بدن، سندیکا تشکیل بدن، یه عده دیگه پشتشون رو خالی میکنن و یا حتی نمایندگی که انتخاب میشه رو حمایت ازش نمیکنه، که این خب بزرگتر آفت چانه زنی هست. و بعد اینکه کوتاه اومدن از خواسته ها، حالا یا به دلیل تهدید میتونه باشه یا به دلیل نداشتن یک فرد خبره به عنوان نماینده و وکیل از جانب کارگران میتونه باشه. و سوم اینکه ممکنه ما از اون تشکیلاتی که درش کار میکنیم توقعات خیلی زیادتر از اون چیزی که در حد تشکیلات هست داشته باشیم، خب عملا اون توقعات محقق نمیشه. قانون کار ماده 139 در ایران میگه که پذیرش پیمانهای دست جمعی و مقررات و عقد قراردادهای دست جمعی، که خب حالا باز تبصره 1 و 2 داره در ایران، که تبصره 1ش میگه که در واقع مخالف با موازین دولت نباشه، مخالف با سیاست‌های دولت نباشه، که این خودش دوباره مانع ایجاد میکنه. و تبصره 2ش میگه که در واقع اگر سیاست برنامه‌ای در جهت توسعه باشه، در واقع تفسیر دوی این قانون 139 کار هم باز میاد این رو نقض میکنه، چون میگه که مخالف برنامه‌های دولت نباشه، در صورتی که برنامه‌های دولت کلن باید به نفع در واقع وضعیت زندگی کارگران باشه. حالا تازه میاد براش مانع تراشی هم میکنه که اگه چنین و چنان باشه اصلا حق تشکیل نداره. خب من میخوام در اینجا اشاره بکنم به این که متاسفانه کارفرمای اصلی در کشور ما دولت هست، یعنی بخش عمده از راهسازی، پتروشیمی، زباهن، حمل و نقل، مسکن، حتی مسکن ملکی یعنی به نفع کارگران قرار شد که ساخته بشه، اینها همه کارفرمایان دولتی هستند. وقتی که یک نمایندگی از صنف میره صحبت میکنه باید با کارفرما وارد گفتگو بشه، و وقتی در واقع یک نماینده صنفی میره با کارفرما که دولت هست مواجه میشه، خب این یک نفر از دولت در مقابلش، از طرف دیگه یک نفر دیگه میاد از وزارت کار باهاش طرف میشه، یعنی در واقع میشه 1 به 2، دو نفر از دولت هستن و یک نفر از صنف و سندیکا هست، که این خودش باعث میشه که همیشه سندیکا و صنفا در ایران شکست بخورن و همیشه دولت به عنوان کارفرمای اصلی باقی بمونه. و برای همین هست که در واقع اون حداقل دستمزد رو هر وقت میخوان تعیین بکنن به مشکل برمیخورن، چون که همیشه از وزارت کار و دولت یه نفر قرار داره در مقابل فردی که از صنف و سندیکای خودش داره از حقوق کارگران دفاع میکنه، که این موزل رو نه تنها کارگران بلکه در واقع پزشکان هم باهاش مواجه هستن، قانون وکلا هم باهاش مشکل دارن، انجمن مطبوعات باهاش مشکل داره، و به این دلیلی که صنف در واقع قدرت مردم رو نشون میده و تشکل‌های مدنی رو، مثلا صنف معلم ها میتونن قدرت خودشون رو به عنوان یک گروهی که با هم دیگه متحد هستن
هستن نمایش بدن. اما مسلما اعمال حاکمیت فقط از جانب یک نفر در جمهوری اسلامی مغایر با اصلا اهداف صنفی هست و برای همین است که اهداف صنفی ما همیشه شکست می‌خورن و یک کسایی مثل مثلا کارگران هفت طبقه برای رسیدن به حقوقشون چند سال باید بجنگن و همونطور که گفته بود بخش پنهان و قدرت زنان دیدیم که خیلی تونست کمک بکنه در واقع اعتصابات کارگران هفت طبقه، چرا که غیر از کارگرها زنانشون هم اومدن ازشون پشتیبانی کردن، چون که وقتی که وضع کاری کارگرها مشکل داشته باشه وضع معیشتی کل خانواده هاشون در واقع مختل میشه و این حمایت زنانشون و دست جمعی فعالیت کردنشون و داشتن وکلای خبره تونست که اونها رو به هدفشون برسونه. ولی که کلن اینها در تغایر هست با اون اهداف جمهوری اسلامی که همه باید به یک فرمانده فقط بله قربان بگیم. خب من میخوام در اینجا اشاره بکنم به اینکه یه سری کنوانسیون های بنیادی وجود داره در پس این کنوانسیونی که در واقع میپردازه به حقوق صنفی، که این کنوانسیون ها میپردازن به برابری حقوق و دستمزد، نبودن تضاد و اختلاف بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و دین، محو کار اجباری برای کودکان و همچنین زنان، محو استخدام یا تبعیض در استخدام. و متاسفانه ما میبینیم که الان در ایران حتی خود شهرداری ها میان بچه ها رو به کار میگیرن و به خاطر اینکه اینا نخوان بیمه کنن، نخوان درآمد زیادی بهشون بدن، بعد اون در واقع کارگاه های کوچک خانگی الان اکثرا تعطیل شدن یا دارن از حداقل دستمزد حتی کمتر به کارگران پرداخت میکنن. مثلا این کنوانسیون تمام اینها رو شامل میشه و میگه باید تمام اینها اصلاح بشه تا برسه به دموکراسی و توزیع عادلانه امکانات، چرا که قانون برای همه یکسان هست و اگر قانون کشوری درست نوشته بشه و مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته بشه در واقع قانون کار اون کشور هم اصلاح میشه. اما بپردازیم به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه موارد داریم که ناقض این کنوانسیون هستن. اصل هشتم میگه دعوت به امر به معروف و نهی از منکر، چه از جانب دولت به مردم چه از جانب مردم به دولت. ولی وقتی مردم میان میگن که ما اعتراض داریم که اختلاس شده، حق ما ضایع شده و به جاش مثلا ما دو ساله هست که هنوز حقوق نگرفتیم، اختلاسگر مورد حمایت دولت قرار میگیره ولی کارگری که داره اعتصاب میکنه میندازنش زندان، زیر شکنجه کشته میشه، اموالش مصادره میشه، انگ سیاسی بهش زده میشه. خب این در تناقض هست با این هست. اصل نهم میگه تمامیت ارضی یک کشور باید حفظ بشه و نباید مخدوش بشه و ما میبینیم که کشور واگذار میشه به چین، مردم اعتصاب میکنن میگن ما کارکاسبیمون کساد شده، به جاش چینی ها دارن تو کشور ما جولون میدن، باز مردم سرکوب میشه. اصل دهم میگه استواری روابط خانوادگی در صورتی که وقتی که سندیکا ها شکست میخورن، اعتصابات کارگری شکست میخوره، کارگران حقوقشون زیر خط فقر هست، چجوری میخوان در واقع خانوادهشون رو حفظ کنن و بنیان خانواده حفظ بشه. اصل 11 و 12 میگه که دین اسلام مذهب اسماء اشعری هست، در صورت که اشاره کردم که یه سری اصول بنیادی وجود داره که باید خارج از اصلا دین به کار و صنف کارگری نگاه بکنیم. الان بهاییان اصلا اجازه ندارن کار دولتی انجام بدن، به صرف یه سری عقاید مردم رو از کار تعلیق میکنن، اخراج میکنن. موقع استخدام شما باید به یه سری موازینی پایمند باشی که خیلی ها حتی ممکنه دروغ بگن که استخدام بشن. الان هم که استخدام ها فقط منحصر شده به کسانی که طلبه های حوزه علمی هست، که خب باز این هم نقض قوانین هست. اصل 13 ما هم همچنین اشاره میکنه که زرتشتیان و کلمیان و مسیحیان جزء ادیان پذیرفته شده هستن، که همونطور که گفتیم پس سایر ادیان چی میشن؟ به گفته دوستمون آتئیست ها چی میشن؟ پس اونها به عنوان افرادی که در جامعه حق حیات دارن چطور میتونن وارد بازار کار بشن و از این کنوانسیونی که داریم در موردش صحبت میکنیم بهره مند بشن؟
اصل 22 میگن زنان و مردان یکسان هستن، حتی در خود کشورهای پیشرفته الان، من کاری حالا به ایران نداریم که چقدر حقوق زنان در واقع از بین میره، در خود کشورهای پیشرفته هم در اروپا میزان درآمد زنان یه درصدی از درآمد مردان کمتره، ولی خب از یه سری قوانین حقوق بشری حداقل بهره مند هستن. اما در ایران متاسفانه حقوق برابر زن و مرد به خاطر اینکه خود قانون اساسی اشاره میکنه که طبق موازین اسلامی قانون نوشته شده و خود اسلام در واقع حقوق زنان رو سرکوب میکنه، پس نمیتونیم در نتیجه قانونی داشته باشیم که تساوی حقوق زن و مرد رو شامل بشه. اصل 21 قانون اساسی میگه که در هنگام بارداری و رضانت فرزند و بیمه های خاص و زنان بیوه باید قانون از زنان حمایت بکنه، در صورتی که خیلی خانم‌ها هستن در ایران الان دارن به کارهای شرکتی مشغول هستن، اما وقتی باردار میشن در واقع میرن برای مرخصی زایمان، دیگه وقتی برگردن اون شغل پر شده، جاشون گرفته شده، دیگه نمیتونن ادامه کارشون رو بدن، و برای همین هم هست که خیلی ها در شهرهای بزرگ زوجها حاضر نیستن به فرزند آوری. در صورتی که خب میدونید سیاست های دولت با این که میدونه که مردم خط زیر خط فقر زندگی میکنن، سیاست هاش این هست که فرزند آوری کن. اصل 22 میگه حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئونه. اصل 23 میگه تفتیش عقاید ممنوعه. اصل 24 میگه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستن. اما خب ما میبینیم که در استخدام ها، در مشاغل دولتی، حتی در مشاغلی که شرکتی هستن تفتیش عقاید میشه، مردم اون چیزی که خودشون هستن رو نمیتونن ابراز بکنن و نشریات هم نمیتونن در مورد اینها بنویسن. نشریات و مطبوعات هم اگر بخوان به اینها بپردازن یا بیان از مثلا یه اعتصابات صنفی حمایت بکنن، یه مقاله در موردش چاپ بکنن، اونا هم تعطیل میشن. اصل 26 که فکر میکنم بیشتر از بقیه به این کنوانسیون مرتبط باشه، میگه که احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادن، مشروط به اینکه اصول آزادی استقلال و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکنن، که همونطور که من همیشه تو صحبتام گفتم قوانین ما آخرش یه تبصره میاد که کل اون قانون رو کلا بلا اثر میکنه و در واقع اون قانون نوشته شده یه ویترین قشنگیه که آخرش یه تبصره میاد که اجازه نمیده اون قانون اصلا اجرایی بشه، و گفته شده که هیچ کس رو نمیشه از شرکت در اون احزاب و انجمن ها منع کرد یا به شرکت در اونها مجبور کرد، که ما میبینیم که چقدر در واقع اون تشکلات صنفی سرکوب میشن و اصلا همطور که گفتم در صحبت ها انگ سیاسی به افراد میزنن، به خاطر اینکه هر گونه تجمعی برای دولت به عنوان یک زنگ خطر برای نابودیش هست. اصل 27 قانون اساسی میگه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشه آزاده، ولی ما میبینیم که پلیس میاد با باتوم و اسپری فلفل میافته به جون کارگرایی که میان میگن که ما 3 سال حقوق نگرفتیم. اصل 28 قانون اساسی میگه هر کسی حق داره که یه شغل متناسب با خودش داشته باشه در صورتی که مخالف مساله اسلام نباشه، که حالا ما میبینیم که تحصیل کرده های ما چقدر بیکار هستن و همونطور که در اخبار هم اشاره کردن دیگه حتی بچه های زیر سن دارن فرار میکنن، خودشون رو به مرز ترکیه میرسونن که از این کشور فرار کنن، چه برسه کسی که تحصیل کردن جویای کار هستن و نمیتونن واقعا از پس زندگیشون و اون نیازهای اولیه‌شون برمی. اصل 29 قانون اساسی میگه برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، حوادث و سرانه و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی، مراقبت و پزشکی حق همگانی هست، که خب سندیکاها و سنف‌ها برای این حقوق هم در واقع در تلاش هستن که متاسفانه خیلی ضایع میشه حقوق. مثلا من به عنوان مثال میتونم آموزش پرورش رو مثال بزنم که معلمان حق و تدریس سالها در واقع کمتر از اون حقوق که حقشون هست بهشون پرداخت میشه، بدون بیمه، بدون داشتن حق مرخصی زایمان، و این در واقع نقض حقوق بشر هست، چون که اگه قانون اساسی ما طبق
حقوق بشر نوشته شده باشه، باید در واقع حامی تمامی انسان ها باشه، ولی متاسفانه اینها اجرایی نمیشه در کشور. اصل 31 مسکن متناسب با نیاز هر فرد، که خب میتونم الان به مسکن مهر اشاره کنم، همونطور که در صحبت هم گفتم که کارفرماش در واقع کارفرمای دولتی بود و دیدین که در خیلی از شهرها اصلا اینا ریزش کرد قبل از اینکه مردم بخوان برن ساکنش بشن، یعنی بدون هیچ ایمنی از منابع دولتی که حق مردم هست استفاده میکنن، در از قبلش خودشون دزدی میکنن، اختلاس میکنن با اون چیزی که حق کارگرها هست و بخش عمده کشور که در واقع کارگران و حقوق بگیران هستن از این حق که حق داشتن مسکن هست محروم هستن. خب من به علت ضیق وقت مجبورم که متوقف کنم صحبت هامو، ولی سعی میکنم مقاله کامل رو در سایت بذارم که اگر دوستان مایل به مطالعه باشن اونجا بتونن بیشتر اطلاعات به دست بیارن. مرسی از حوصله که به خرج دادید. سپاس از خانم حق‌علی. با بررسی این کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دست بزنید. خب حالا یک نظر شخصی دارم، این که ما میبینیم این هرم شغلی و طبقاتی از نظر اشتغال، از نظر صنفی در کشورهایی که دارای دموکراسی هستن، یعنی دموکراسی توشون داره اجرا میشه حتی به درصد کم، وجود داره و همچنین در کشورهایی که مدعی از حمایت از کارگران و یا صنفیه ها هستن، مثل دولت‌های کمونیستی روسیه و چین و حالا دیگر کشورها، این هرم شغلی به هر حال یک بالا و پایینی داره. موقعی میگیم هرم، توی هر صنفیه ای، توی هر جایی پایه و به هر حال اساس این هرم همون کسانی هستن که طبقات پایین قرار دارن. و چه در طبقات بالا، توی آلمان نگاه کنید الان 9 رده شغلی وجود داره با 9 گروه درآمدی که اصلا از 1 تا 9 قشنگ قابل تشریح هست، توی سایت ها آدم میتونه ببینه مطالعه کنه. اما این حق رو قائلن برای تک تک اعضا توی این 9 رده شغلی که بتونن مشکلاتشون رو عنوان کنن، بتونن راحت به مقامات بالاتر یا به رتبه های بالاتر کاریشون توی اون صنفی و نهاد مراجعه کنن. اما توی کشور ما، توی نظامی که حاکم هست، نظام جمهوری اسلامی، همونجور که خانم حق‌علی گفتن، این مورد نقض میشه و هیچ کس نمیتونه. اصلا در سامانه هایی که کلام به سوی فرد بره و خودکامگی یک فرد رو بخواد ارضا کنه، متاسفانه این حق نقض میشه. ممنون از ایشون. اگر دوستان هم اظهار نظری در مورد حق سازمان دادن و مذاکره دست جمعی دارن، لطفاً با بالا آوردن دستشون منو راهنمایی کنن. دوستان، بخش بعدی رو من معرفی میکنم خدمتون. در بخش بعدی ما در خدمت آقای صادق، البته خانم سوگند حیدری دست بالا بردن، اظهار نظر ایشون رو میشنویم. ممنون که مشارکت دارید، بفرمایید، مایک برای شماست. سلام، وقتتون بخیر. درود بر شما، بفرمایید. یکی از تجربیات کاریم رو میخواستم براتون بگم توی کشور ایران. الو، بفرمایید، صداتون هست خانم هیده. بله، یکی از تجربیات کاری رو میخواستم خدمت شما بگم. بنده بعد از گذراندن حدوداً 2 الی 3 سال دوره کاری که تجربیاتی که کسب کردم، مدارکی که گرفتم و حالا اون هنری که داشتم، یه جا وارد کار شدم، توی صنعت کار شدم. از ساعت 8:30 صبح تا 8 شب، یعنی ساعت 20 شب، تنها یعنی حقوق پایه یک کارگرم به من نمیدادن، چیزی که نصفش فقط هزینه رفت آمد من میشد. و اینکه حالا شرایطی که اونجا
مناسب نبود، شرایطی که برای خانوم توی جامعه، توی محیط کار، اون آرامش فکری، اون آسایش، همه اینا از من گرفته شده بود. مرسی خانم حیدری. حالا تا میکروفونتون بسته نشده میخواستم سوال کنم، آیا با همکارانتون با بانوان دیگه سعی کردید یک گروه درست کنید و در برابر این حالا نقض حقوقتون پافشاری کنید و از حق خودتون دفاع کنید یا خیر؟ فکر کنید اونا میترسن از اینکه حرف بزنن که همون حقوق اندکشون هم دیگه بسته بشه، اون راهی که میتونن خرج خونه و خانوادهشون رو تهیه کنن هم بسته بشه. چرا باید میان حق خودشون دفاع کنن؟ چجوری جوری این کارو بکنن؟ ما داریم همین در مورد همین صحبت میکنیم که به مردم، به تمام مردم، مخصوصا کشور خودمون این اطلاع رسانی و آگاهی برسونیم که باید طبق موازین بین المللی که اصلا خیلی از این موازین رو حتی ایران هم امضا کرده، جمهوری اسلامی منظورمه، باید به حق و حقوقشون رسیدگی کنن، باید مطالبه گر باشن. متاسفانه هم توی آموزش ما توی این قضیه ضعف داریم و هم توی اصنافی که الان بحث شد. ولی به هر حال ممنون از اظهار نظر و به هر حال خاطره که شما عنوان کرد. اگر مطلب دیگه ای نیست من مایک شما رو میبندم. خب دوستان، در بخش بعدی ما آقای صادق فراخی قاصر آسمی رو داریم با موضوع کارنامه 10 ساله اعدام در ایران. البته خاطر نشان کنم شاید منظورشون 10 سال گذشته باشه، چون ایران از بد و تأسیس جمهوری اسلامی این پدیده اعدام رو متاسفانه به وفور دیده، نه اینکه قبلش نبوده، ولی خب آمار وحشتناکی که تا امروز بعد از 43 سال جمهوری اسلامی از خودش به جا گذاشته ممکنه رتبه اول در اعدام ها رو داشته باشه در دنیا. مرسی. مایک برای آقای صادق فراخی لطفاً آزاد کنید تا سخنرانی بگه. بله، منم سلام میکنم خدمت همه همکاران و دوستان عزیز و همچنین شما جناب احسان‌زاده عزیز که یه مرور کردید به آمار اعدام که همونجور که در جریان هستید 40 چند سال هست که جمهوری اسلامی دست به اعدام زده و اینکه این موضوع و این بحث درباره 10 سال گذشته روحانی هست. شما 10 سال دقیقاً آقای روحانی رئیس جمهور بود، تو این 10 سال یعنی فاصله بین 1390 تا 1400 من بررسی کردم و بر حسب منظور 10 سال، این 10 سال گذشته است، چون ما اعدام و نقض حقوق بشر رو دقیقا بیشتر از 40 سال داریم توی ایران میبینیم و این موضوع بحث کارنامه 10 سالی اعدام در جمهوری اسلامی ایران در 10 سال گذشته. رژیم ایران از روز نخست تأسیس حکومت جمهوری اسلامی قوانینش را بر اساس سرکوب داخلی، صدور تروریست و اندیشه دینی ارتجاعی سوار کرد. این اصلا مهم نیست چه دسته یا حزبی بر سر کار باشد. نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران بدون هیچ کم شدنی برای 40 سال ادامه داشته است. حتی بعد از اینکه حسن روحانی به سر قدرت آمد، علی‌رغم اینکه تعهد داده بود کلید مشکلات ایران را حل می‌کند، حتی نتوانست ذره‌ای از آزادی‌هایی که مردم ایران خواهان و لایق آن هستند را فراهم کند. پرونده و سوابق وی را در رابطه با سرکوب اجتماعی و سرکوب‌های مداوم نشان دهنده وفاداری بی‌امان وی به ولایت فقیه است. حسن روحانی در آغاز دهه 60 از اعدام مخالفان سیاسی در ملأ عام حمایت و استقبال کرده بود و گفته بود توطئه‌گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و به دار آویزند تا مردم مشاهده کنند و تأثیر بیشتری داشته باشد. روحانی در این دوره به طور فعال درگیر پاکسازی گروه ها و سازمان های مخالف رژیم ایران بوده است. مسئله بعدی مسئله تصفیه بوده است.
ما که گفته بود ما به حمدالله موفق شدیم دو گروه مفسد منافقان سازمان مجاهدین خلق ایران و پیکارهای را در صدا و سیما متلاشی کنیم و همه آنها را شناسایی کردیم و تمامی عوامل آنها را دستگیر کردیم و همچنین در سال 1378 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت علاوه بر حمله به کوی دانشگاه در سرکوب اعتراضات دانشجویان و مردمی در تهران نقش داشت. روحانی در سخنان خود در نماز جمعه 18 تیر 78 گفته بود دستور قاطع داده شد تا هر گونه حرکت عناصر فرصت طلب هر کجا که باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شود. افزایش شمار مجازات بیرحمانه اعدام در ملأ عام سرکوب و بازداشت شهروندان کارنامه حسن روحانی در دوران ریاست جمهوریش نشان می‌دهد که وی به طور معمول از سرکوب معترضان مخالفان سیاسی و اجتماعی حمایت می‌کند. حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در موارد متعدد نقض حقوق بشر صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات که از اجزای دولت اوست مسئول است. وزارت اطلاعات تحت امر حسن روحانی همچنان با آزار اذیت، بازجویی و دستگیری صدها فعال مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و اقوام کرد، ترک، بلوچ و همچنین اقوام مذهبی ادامه دادند. افزایش آمار اعدام‌ها و شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌ها و دستگیری بیش از 8000 نفر در تظاهرات سراسری سال 96 نشان دهنده گسترش و استمرار نقض حقوق بشر تحت ریاست جمهوری حسن روحانی است. این گزارش مواردی از نقض جدی حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی را در بر می‌گیرد. مورد اول اعدام‌ها. در قانون مجازات اسلامی ایران مجازات اعدام با متدهای مختلف از قبیل حلق‌آویز، سنگسار و جوخه آتش اجرا می شود. حداقل 3800 نفر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اعدام شدند. این آمار ایران را در رتبه دوم افراد اعدام شده و رتبه اول نسبت به جمعیت قرار می دهد. البته بسیاری از اعدام ها در ایران به صورت مخفیانه اجرا می شود و ممکن است آمار اعدام ها بسا بیشتر از آمار ثبت شده باشد. از میان این اعدام ها 219 مورد در ملأ عام صورت گرفته است. این اعدام ها دست کم 35 جوان زیر 18 سال، 93 زن و 91 زندانی سیاسی را شامل می شود. همچنین آمار اعدام اقوام کرد، ترک، بلوچ و اقوام مذهبی از جمله عرب های اهواز، کردها و سنی ها از این قبیل هستند. علی‌رغم اینکه رژیم ایران در سال 1990 میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد به قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن کودک فاقد مسئولیت کیفری باشد شده است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد زیر 18 سال کودک تلقی می شود. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرم شود کودک است و نباید درباره او همان مجازاتی اعمال شود که در مورد انسانهای کبیر اعمال می شود. اما تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی می کند این است که صبر می کند تا این فرد نوجوان به سن 18 سالگی برسد و او را اعدام کند. مورد دوم شکنجه. شکنجه در قوانین قضایی ایران به عنوان مجازات متهمان پیش بینی شده و وجه قانونی به خود گرفته. مقامات ایران علناً از احکامی که مصداق شکنجه است دفاع می کند. در قوانین ایران برای حداقل 148 جرم مجازات شلاق مقرر شده است. همچنین برای حداقل 20 جرم مجازات نقض عضو مقرر شده است. علی‌رغم هزاران گزارش در تایید وجود شکنجه در زندان‌های ایران، جهت گرفتن اعتراف اجباری از زندانی و شکستن روحیه زندانیان سیاسی، اما رژیم ایران همچنان استفاده از شکنجه را رد می‌کند.
حداقل 12 تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری در سال 96 تحت شکنجه در زندان جان خود از دست دادند. اما مقامات ایران با به منظور پنهانسازی شکنجه علت مرگ آنان را خودکشی عنوان کرده است. 8000 شهروند وجود بازداشت 8000 شهروند و جوان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری سال 96 توسط وزارت اطلاعات تحت امر حسن روحانی تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفتند. و همچنین زندانیان سیاسی، در حالی که مقامات ایران بارها و بارها وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار می‌کنند، اما شمار قابل توجه از زندانیان را زندانیان با اتهامات سیاسی در بر می‌گیرند. در ایران در سال 95 شورای نگهبان قانون جرم سیاسی را تایید و حسن روحانی رئیس جمهور ایران آن را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. اما قوه قضاییه ایران دو سال پیش از تصویب قانون مجازات‌های سیاسی سر باز زد. به دلیل انکار قوه قضاییه از پذیرش بازداشت شدگان به عنوان زندانیان سیاسی، آنها معمولاً در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند. جایی که قوانین و مقررات بسیار سخت‌تر اعمال می‌شود. زندانیان سیاسی در ایران شامل مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کارکنان، رسانه‌های آنلاین، دانشجویان، کارگردانان، موسیقیدانان، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر از قبیل وکلا، فعالین حقوق زنان، مدافعان حقوق اقوام، اتحادیه‌های صنفی، فعالین محیط زیست، فعالین لغو حکم اعدام و آنهایی که در جستجوی حقیقت، عدالت و بازماندگان قتل عام و ناپدید شدن‌های اجباری دهه 60 هستند می‌باشند. بسیاری از آنها در سلول‌های انفرادی و در معرض رفتارهای وحشتناک مقامات قرار دارند. رژیم ایران به عمد از رسیدگی‌های پزشکی زندانیان سیاسی جلوگیری کرده و یا به عمد آن را به عقب می‌اندازد. مقامات زندان نسبت به نیازهای ضروری و پزشکی زندانیان بی‌توجهی کرده و یا به تأخیر می‌اندازند. زندانیانی که از بیماری‌های جدی رنج می‌برند از دریافت داروهای اصلی محروم می‌کنند و به دادن یک مسکن ساده به آنها بسنده می‌کنند. زندانیان سیاسی و عقیدتی به طور خاص با این بدرفتاری‌های از سوی مسئولان زندان مواجه هستند. آرش صادقی، آتنا دائمی، سهیل عربی، مجید اسدی، مریم اکبری، منفرد، زینب جلالیان، ارژنگ داوودی، محمد بنازاده، امیر خیزی، محمد حبیبی، عبدالقاسم فولادوند و سعید شیرزاد از جمله زندانیان سیاسی هستند که به دفعات از دسترسی به امکانات پزشکی منع شدند. یک نمونه بارز از بدرفتاری متداول با زندانیان سیاسی در ایران قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله در تاریخ 10 ژوئن 2019 در زندان تهران بزرگ بوده است. این زندانی سیاسی توسط دو زندانی از عوامل رژیم به نامهای محمد رضا خلیلزاده و حمید رضا شجاعزاده به قتل رسید. مادر و همسلولی علیرضا شیر محمد علی معتقد است که وی به دستورات مقامات زندان به قتل رسیده است. علیرضا شیر محمد علی 21 ساله و اهل محله نازی‌آباد تهران در تیر ماه 97 بازداشت شد. این زندانی سیاسی به اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه رژیم به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. شایان ذکر است که علیرضا به همراه یک زندانی سیاسی دیگر به نام برزان محمدی محبوس در زندان تهران بزرگ از 23 اسفند 97 تا 27 فروردین 98 در اعتراض به تفکیک نشدن زندانیان و شرایط وخیم بهداشتی و زیستی و نداشتن امنیت جانی در این زندان دست به اعتصاب قضا زده بود و همچنین آزار و اذیت اقوام مذهبی. رژیم ایران اقوام مذهبی به ویژه اقوام دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده اند را به آزار و اذیت گسترده سرکوب می کند. سرکوب سیستماتیک اقوام مذهبی توسط رژیم ایران به طور گسترده تداوم یافته و به نحوی که می توان آن را جنایت علیه
مذاهب و مذاهب عنوان کرد. جوامع اقوام مذهبی و دینی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان سنی مذهب و صوفی ها که همون دراویش هستند، با سرکوب، تبعیض و حبس ناعادلانه گسترده روبرو هستند. آنها با تبعیض سیستماتیک در زمینه آموزش و اشتغال و برگزاری مراسم مذهبیشان مواجه هستند. در یک مورد اخیر در اول ژوئیه 8 شهریور از اول ژوئیه 8 مسیحی در بوشهر در منزلشان دستگیر شدند. آنها از اعضای یک خانواده بودند. نیروهای امنیتی با یورش به خانه‌های آنها منازلشان را مورد تفتیش قرار داد و کتاب مقدس، علائم و مجسمه‌های مسیحیت، صلیب‌های چوبی، نقاشی‌ها، لپتاپ، موبایل، کارت‌های شناسایی و کارت‌های اعتباری آنها را مصادره کردند. خشونت نیروهای امنیتی در بازداشت این شهروندان در مقابل چشمان کودکانشان صورت گرفته است. چنین رفتارهای وحشیانه نسبت به اقوام مذهبی در حالی در ایران صورت می‌گیرد که بر اساس ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کس باید از حق آزادی اندیشه و دین برخوردار باشد. این حق شامل انتخاب آزادانه دین، اعتقاد و آزادی چه به صورت انفرادی و چه در اجتماعی با دیگران و چه به صورت علنی و چه خصوصی نشان دادن دین یا اعتقاد در عبادت، باور، عملکرد و تعلیمات می باشد و همچنین آزار و اذیت اقوام ترک، کرد، بلوچ و عرب ها. رژیم ایران همچنین قوم های ترک، عرب، بلوچ و اقوام های ایران را مورد آزار اذیت قرار میداد و حقوق سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی و آموزشی آنها را نقض می کند. در میان نقض حقوق بشر قوم ها می توان به بازداشت نقض حقوق بشر قوم ها می توان به بازداشت صدها نفر از شهروندان عرب اهوازی در چند سال گذشته در اعتراض علیه سیاست های تبعیض آمیز رژیم، قطع آب، برق و رکورد اقتصادی اشاره کرد. فعالان حقوق بشری ترک آذربایجان نیز همواره هدف آزار اذیت از فعالان حقوق بشری ترک آذربایجان نیز همواره هدف آزار و اذیت از سوی مقامات ایران قرار گرفتند. رژیم ایران دست کم 120 نفر از شهروندان ترک آذربایجان را به دلیل شرکت در دو گردهمایی فرهنگی جداگانه در آذربایجان در ژوئیه و اوت 2018 بازداشت کردند. سایر قوم‌ها از جمله بلوچ، کرد، ترکمن‌ها همچنان با تبعیض شدیدی روبرو هستند که دسترسی آنها به آموزش، اشتغال، مسکن و مسکن مناسب را محدود می‌کند. بسیاری از اعضای قوم‌ها با اتهامات توهین‌آمیز افساد فی‌الارض محاکمه و زندانی شدند. و اما دولت رئیسی با یک سال پر از دروغ و جنایت، سال ساخت 1 میلیون مسکن در سال از آن دست وعده های دروغین بود که تنها در حکومت آخوندی قابل شنیدن است. ابراهیم رئیسی جلاد که گویا روح خمینی را در خود غنی سازی کرده بود در واقع داشت ادای همان خمینی جماران را در می آورد که وعده آب، برق مجانی و خانه‌دار کردن مردم را داده بود. کما اینکه با افزایش تعداد اعدام‌ها و سرگیری اعدام‌های گروهی و اعدام در ملأ عام تلاش می‌کند مردم را به مقام انسانیت برساند. مشکل اینجاست که خامنه‌ای و رئیسی نمی‌توانند بفهمند که دوران تغییر کرده و خدای سال 60 آنها مرده است. نه عوام فریبی ها و نه سرکوب و اعدام دیگر راه به همان نتایجی که خمینی گرفته بود نمیبرد. این حقیقتی است که این روزها در هر گوشه و کنار ایران به چشم‌های جنایتکاران فرو می رود. ضمن اینکه مقاومت میهنی اکنون در ده ها جبهه مختلف
در حال تهاجم بیامان به دشمن مردم ایران است. وجود اینترنت و اندک فضای اطلاع رسانی برای مردم هم باطل سر و تمام دروغ‌ها و دجال درگلی‌های حکومت است. و اما در طول 40 سال گذشته به خصوص در 6 سال گذشته، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت رژیم ایران نقش کلیدی در نقض حقوق بشر در ایران داشت. این بر عهده جامعه جهانی است. به طور خاص سازمان ملل متحد است که رژیم ایران و رئیس جمهور آن را به دلیل مجاز دانستن نقض گسترده حقوق بشر مورد حسابرسی قرار داد. ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. سپاس جناب فرخی، ممنون از موضوعی که انتخاب کرده بودین. متاسفانه بعد از حالا اون انتصابات معروف ریاست جمهوری که آقای رئیسی آمار اعدام نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه به آمار روزانه تبدیل شد، همونجور به استناد یکی از حالا فعالان حقوق بشری و همچنین نهادی که در راستای حقوق بشر در گام برمی‌داره، ما می‌بینیم که آمار اعدام از روزی که ایشون به ریاست جمهوری رسیده تا الان خیلی بیشتر از قبل شده. اینکه یک نفر به دلیل مخالفت و داشتن یک عقیده دیگر باید حذف بشه، حالا چه به صورت فیزیکی چه به صورت حالا حذف از یه سازمان یا یه نهاد یا یه سیستم سیاسی، این نشان دهنده قفس و اون دیکتاتوری هست که توی اون نظام سیاسی وجود داره. ما شاهد خیلی از به هر حال ویدیوها و گزارش‌های مدنی هستیم، یعنی اون ویدیوهایی که مردم خودشون تهیه کردن. یک ویدیو به دست بنده رسید که یک دختر بچه جلوی در زندان اوین به خاطر حکم اعدام پدرش که یک نوکیش مسیحی بوده گریه میکرده و التماس میکرده که پدرش رو نکشن. دیگه من نمیدونم تو چه سالی باید قرار بگیریم که کشورهای منطقه خاورمیانه مخصوصا به این دید و به این امکان برسن که ذهن خودشون رو جوری قرار بدن و قوانین کشور خودشون رو جوری تنظیم کنن که هر انسانی آزادانه به اعتقاد خودش رسیدگی کنه. ممنون آقای قصر آسمی به بابت سخنرانیتون. اگر دوستان نقطه نظری دارن لطفا بنده رو راهنمایی کنید. خب میریم سراغ بخش بعدی بعد از آقای فرخی. در خدمت آقای حمیدرضا سعیدی هستیم که درباره حق آزادی انتخاب پوشش میخوان صحبت کنن. لطفا ادمین های محترم مایک رو برای ایشون آزاد کنن. بفرمایید جناب سعیدی. درود به همه دوستان و همکاران عزیزم. امروز صحبت من در مورد یکی از ابتدایی ترین حقوق انسان هاست، حق آزادی پوشش. در حال حاضر تو قرن 21 شاید صحبت در این مورد بسیار عجیب و مضحک به نظر برسه، چون که امروزه در مورد اینکه انسان ها موقعی که از خواب بلند میشن آماده میشن که برن بیرون، این که چه نوع لباسی رو حتما باید بپوشن و چه نوع لباسی رو حتما نباید بپوشن اساسا بحث نمیشه. از این شکل و فرم اگر که توی جامعه نرمال یا حتی توی یک جامعه خاورمیانه‌ای شما اگر در موردش صحبت بکنید، شاید برای شنونده تا حدودی عجیب و مضحک به نظر برسه. به شکل عرفی پوشاندن نواحی خاصی از بدن در انظار عمومی به صورت کلی پذیرفته شده هستش. در بحث در این مورد
شاید خیلی بیهوده به نظر برسه. البته بسیاری از قانونگذاران به شکل عرفی، عرف مکتوب جامعه رو توی به شکل قانون در آوردن، اما اینکه دستور دینی، یعنی یک فرم دینی، یک شکل دینی مبنی بر تحمیل نوع خاصی از پوشش رو برای همدیگه، نه برای همه، فقط برای خانوم‌ها به شکل قانون ارائه بکنیم، فقط و فقط ما توی ایران شاهد این قضیه هستیم. در ایران برای اجرای حجاب اجباری تحت عنوان قانون عفاف و حجاب شاهد ظلم عجیبی به جامعه هستیم، تا حدی که خانوم‌ها اجازه ندارن نوع پوشش خودشون رو انتخاب کنن و این مسئله منجر به تعارضاتی توی جامعه شده. انسان‌ها به هر حال آزاد آفریده شدند و میخوان که آزادانه زندگی بکنند و اینکه برای نوع لباس پوشیدن اونها از توی حاکمیت یا یک نیروی بیرونی فشاری تحمیل بشه رو ذاتاً نمیپذیرند، پس به نوعی در خلاف جهت اون حرکت میکنند. ابتدا در جامعه ایران ما شاهد زندگی دوگانه هستیم، یعنی این تعارضات رو من به سه دسته بخش‌بندی کردم. یک اینکه هممون میبینیم که توی جامعه ایرانی هموطنهای ما و موقعی که خود ما هم در ایران زندگی میکنیم یک زندگی دوگانه ای رو داشتیم. یکیش زندگی در حریم عمومی بود که به نوعی تحت حاکمیت قانون بود و ما به ظاهر اون رو رعایت میکردیم. دوم زندگی توی منازل خودمون توی حریم خصوصی هستش که مطلوب افراد جامعه بوده و در اون ما هیچ اثری از رعایت پوشش رسمی حکومت رو نمیبینیم. تعارض دیگه که تو جامعه ایرانی شاهد اون هستیم مقاومت خانوم‌ها در برابر حجاب با تغییر در فرم لباس‌های رسمی حکومت، به طوری که شاهد پدیده‌های جدیدی به اسم شل حجابی و بد حجابی هستیم. فقط تو ایران همچین موضوعی رو ما، یعنی این کلمه‌ها، این مفاهیم در واقع بر ساخته جامعه ایرانی و معنی اون فقط تو جامعه ایرانیه که مفهوم پیدا می‌کنه. شما در یک جامعه سکولار مثلا مسلمان مثل ترکیه یا طرف حجاب داره یا حجاب نداره. حجاب نصف نیمه دیگه هیچ معنی و مفهومی نداره. حجاب نصف نیمه، شل حجابی، بد حجابی فقط تو جامعه ایرانی شکل پیدا میکنه، چرا که اجبار قانون باعث میشه که در واقع خانوم ها گریزی بزنن به شکل و فرم دیگری از حجاب که با زیرکی و با سلیقه خاص خودشون در واقع فرم لباس‌های محجبه رو تغییر داده و به شکل دلخواه خودشون که در ظاهر قانون هم رعایت میکنه ولی اونها هم خوشحال میکنه و امروزی نگه میداره تغییر میدن. شکل دیگه این تعارض اما عیان‌تر و مدنی‌تره. به نظر من خیلی این فرم سازمانی یافته تری هم هستش که نقطه عطف اون رو میتونیم از حرکت دختران خیابان انقلاب بدونیم، اونجا که بانوان ایرانی در یک حرکت مدنی اقدام به برداشتن روسری‌های خودشون میکنن و در انظار عمومی ظاهر میشن. همه این تعارضات برای این است که ذات انسان پذیرای تحمیل‌های عجیب و ظالمانه رو نداره. خانم‌های ایرانی می‌بینن که هیچ یک از کشورهای جهان حجاب رو بر مردمشون اجباری نکردن و تحمیل نکردن و این براشون قابل پذیرش نیست باور. اما سوال مهم اینه که چرا حکومت برای اجرای حجاب اجباری این همه اصرار داره؟ پاسخ اینه که تمام حلقه های اولیه و سطح بالای حکومت بر این مهم اجماع دارن و مطلوبشون هستش که حجاب اجباری توی کشور رعایت بشه و این باعث شده که حیات جمهوری اسلامی به اجرای حجاب اسلامی و حجاب اجباری گره بخوره. حاکمیت میدونه که اگه روی این نقطه اصرار نورزه بسیاری از یاران وفادار خودش رو از دست میده، لذا با چنگ زدن به قدرت حکومتی از طریق فشار مضاعف و یا تبلیغات حکومتی گسترده و ساختن دوگانه های فیک یا المان های دروغینی مثل در گروه حجاب در گروه خون شهدا و غیره و غیره سعی در حفظ این خاکریز داره. حکومت به روشنی میدونه که اگه چنانچه قانون حجاب اجباری در این کشور به هر نحوی ملغا بشه، موجودیت خودش رو در خطر خواهد دید. به این ترتیب بخش بزرگی از جامعه رو در برابر خودش قرار میده و هر روز باید فشار بیشتری روی اونها وارد بکنه تا بتونه شکل مطلوب پوشش رو تو جامعه یک دست و هم نوا بکنه. اما به نظر میرسه که با گسترش وسایل ارتباط جمعی و ظهور نسل‌های جدید
کار حاکمیت برای انجام این مهم بسیار سخت‌تر و سخت‌تر میشه. هر روز که میگذره موج مخالفت‌ها با این ظلم آشکار قوی‌تر و رساتر و شدیدتر میشه. حکومت رو مجبور به برخوردهای خشن‌تر میکنه، تا جایی که این موضوع در آینده نچندان دور به نزاع داغ و تمام عیاری مودق برشد. اما از اونجایی که من معتقدم در نهایت پیروزی از آن مردمه، این اصرار بیهوده حاکمیت به پاشنه آشیل اون تبدیل خواهد شد و بروز یک انقلاب زنانه خیلی دور از ذهن نخواهد بود. برآورد من از اطلاعات موجود و اتفاقاتی که در مملکت می‌گذره اینه که اون روز خیلی دور است. ممنون از همه دوستان. سپاس جناب سعیدی، ممنونم که این سخنرانی خیلی خوب و مختصر انجام دادین. راستش به نظر بنده حجاب یک موضوع هست که انقدر بهش رسیدگی شده در نظام جمهوری اسلامی با همون گفتار اولیه‌ای که در حال آقای خمینی این رو عنوان کردن، یک دستاویز شده همونجور که گفتین برای تندروها و اون کسانی که دلواپس انقلاب اسلامی هستن. از این دستاویزها در طول تاریخ و در داستان‌های زیادی وجود داره، میشه بهشون مراجعه کرد، درس گرفت. و اینکه چیزی که الان مسلمه، شما دیدین ویدیوهایی که از شهر شیراز جوانهایی که اصلا شاید به سن قانونی 18 سال هم نرسیده بودن، در یک فضای صمیمی و دوستانه همه کنار هم پسرها هم دخترها به صورت آزاد داشتن اسکیت بازی میکردن یا به هر حال خوش بودن، یه جمع دوستانه رو ایجاد کرده بودن. ولی گوشه به گوشه مملکت آقایون دلواپسها اومدن این اقدام رو توهین به مقدسات دونستن، اقدام کسانی که اکثرشون هم زیر 18 سال بودن. و حتی در اقدام متقابل اومدن توی همون پیست اسکیت برنامه ریزی کردن و یک نماز جماعت اونجا اجرا کردن، فقط به خاطر که مقابله کنن با افکار عمومی. امروز روزی نیست که دیگه ایران و جوانان و نوجوانانش مسئله حجاب رو نتونن بفهمن و اینکه حق یک بانو و حتی یک آقا در پوشش به چه شکله. بازم تشکر میکنم از آقای سعیدی. اگر کسی در زمینه این سخنرانی نظری داره لطفا من رو راهنمایی کنه. خب دوستان، به بخش بعدی میدیم. سخنران بعدی رو خدمتتون معرفی میکنم، سرکار خانم زهرا یزدی هاشمی که موضوع کودکان کار رو امروز میخوان عنوان کنم. مایک برای شما خانم یزدی آزاده، بفرمایید. درود به همه همکاران عزیز، خسته نباشید. اگه که صدای من خوبه و اوکی هست که شروع کنم. بله بفرمایید، صدا اوکی هست. بله. حقوق کودکان در ایران. شاید اولین باری که این کلمات رو شنیدیم کمی به نظرمان اغراق آمیز می آمد و فکر می کردیم که هر پدر و مادری بیشک حافظ حقوق کودکان خود است و چنان دلسوز آنهاست که نیازی به نظارت و وضع قانون در این باره نباشد، خصوصا وقتی در فیلم ها یا اخبار مربوط به کشورهای توسعه یافته می دیدیم و مطلع می شدیم که دولت به دلایلی حق حضانت کودکی را از پدر و مادرش سلب کرده شوکه می شدیم و آن را نامنصفانه می پنداشتیم و از اینکه چنین قوانین اغراق‌آمیزی در ایران وضع نیست احساس رضایت می کردیم. اما اگر نگاهی به صفحه حوادث روزنامه های ایران بیاندازیم، میبینیم که خلأ قوانین کودکان موجب چه رخدادهای تراژیکی در ایران شده است. چه تعداد از کودکان توسط والدین خود کشته و یا شکنجه میشوند و در نهایت وقتی آنها گرفتار چنگال بیرمق قانون میشوند با یک جریمه کوچک دوباره رها میشوند. شاید در نگاه اول اینطور نتیجه گیری شود که این والدین
بیمار به خاطر نامتعادل بودن روح و روان بیمارشان دست به چنین جنایاتی زده اند و وجود قوانین کودک تأثیری در اعمال خشونت آمیزی آنها ندارد. اما چرا بیشتر این گونه جنایات و شکنجه ها توسط پدران به وقوع پیوسته؟ یقینا موسوم بودن پدران در قبال خشونت بر علیه فرزندانشان یکی از این دلایل است، هرچند که در بسیاری از موارد آنها اعتراف کردند که با علم به این که در مقابل قانون مصون هستند دست به چنین جنایاتی زدند. متاسفانه قوانین جزایی کشور ما بر اساس قوانین شرعی نوشته شده و در شهر پدر تا آنجا اختیار فرزندانش را دارد که اگر صلاح بداند میتواند آنها را بکشد. همانطور که شاهد هستیم در کشور ما فرزند کشی روز به روز بیشتر میشود و دیگر نه تنها کودکان و دختران بلکه گریبان فرزندان بالغ را هم گرفته. اما هیچ کدام از این ها سبب نشده که فعالان حقوق بشر ساکت بشینن و از مبارزه با این قوانین متحجر دست بردارن. قبلا شاهد بودیم که شیرین عبادی و چند تن از وکلای برجسته کشور توانستن با زیرکی یکی از این قوانین نشد گرفته از شهر را تغییر دهد. منظورم قانون حق حضانت کودک است که در صورت طلاق و تا 7 سالگی به مادر تعلق می گیرد. آنها توانستند در سال 81 شمسی پیشنویس قانون حمایت کودک و نوجوان را تنظیم کنند که کمی بعدتر به تصویب مجلس رسید و باعث بهبود شرایط روحی و روانی و زندگی کودکان طلاق شد. همکنون هم فعالین حقوق بشر بسیاری برای حقوق کودکان در زندان هستند که از آن میان میتوان به آتنا دائمی، زهره سلیادی، سعید شیرزاد، نرگس محمدی و بسیاری دیگر اشاره کرد. اما نقض حقوق کودکان تنها به قتل و شکنجه آنها محدود نمی شود. یکی از بزرگترین مشکلاتی که تمام جامعه را نگران خود کرده کودک همسری است. جمهوری اسلامی با دست داشتن رسانه و مبلغان مذهبی توانسته باعث ترویج بیش از پیش کودک همسری شود. به نقل از ایسنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در حالی خبر از ازدواج 9753 دختر 10 تا 14 ساله در بهار سال جاری می دهد که این تعداد در قیاس با آمارهای فصلی دو سال اخیر بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران 10 تا 14 ساله هست و به نوعی می توان گفت رکورد آمار فصلی ازدواج دختران در این بازه سنی و طی 2 سال اخیر در بهار 1400 شکسته شد. مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار 1400 با حدود 32% رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به 9753 ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی 2 سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد. در این بین اما عدم توجه مسئولین به پدیده کودک همسری به ازدواج کودکان ختم نشده و مطابق با آمار این پدیده بس یافته و در قالب کودک مادر، کودک پدر و کودک مطلقه نیز در حال جلوه‌گری است. مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار 1400 تولد 293 کودک از مادران کمتر از 15 سال و 1 کودک از پدر کمتر از 15 سال نیز به ثبت رسیده است. همچنین تولد 15355 کودک از مادران و 674 کودک نیز از پدران 15 تا 19 ساله در همین بازه زمانی ثبت شده. اما ازدواج کودک همسری چه تبعاتی برای کودک دارد؟ رنگین کمان طی نشدن به هنگام مراحل رشد عاطفی، احساس قربانی شدن در کودک، افسردگی، رشد ناکافی بدن از لحاظ جنسی و جسمی خصوصا لگن و اندام زنانه، منظم نشدن هورمون ها، یه مترشح قدرت جنسی و مرتب نبودن عادت ماهیانه
باز ماندن از تحصیل، عدم کسب مهارت‌های اجتماعی مقتضی در زمان مناسب و عدم استقلال مالی را از جمله تبعات کودک همسری دانست و این را هم گفت که ممکن است این کودکان در بزرگسالی تبدیل به شهروندان ایدئالی نشده و حتی در ازدواج‌های احتمالی بعدی خود نیز با مشکلاتی مواجه شوند. به گفته این پژوهشگر، عدم آشنایی یا تسلط به رفتار جنسی همسر و راه‌های پیشگیری از بارداری در کودکانی که ازدواج می‌کنند خود باعث بارداری و مادری ناخواسته شده که روی دیگر آن ضعف بدن مادر و رشد ناکافی جنین و عدم آمادگی و پذیرش تربیت و نگهداری کودک خواهد بود. وی افزود از سوی دیگر عدم تطابق سنی و خواستهای عاطفی، روانی و جنسی موجب طلاق عاطفی و فاصله گیری بیشتر زوجین شده و حتی برآورده نشدن نیازها ممکن است هر کدام از زوجین را به رابطه های خارج از زناشویی بکشاند که در نهایت جامعه نیز متضرر خواهد شد. در این میان پدیده کودک بیوه یا کودک مطلقه نیز دور از ذهن نخواهد بود که در این حال ممکن است موجب افزایش بی‌بندوباری یا عقده انتقام در کودکان شود. یکی دیگر از موارد نقض حقوق کودک به کار گماشتن آنهاست که به کرات در جامعه به آن برخورد می‌کنیم. کودک کار به کودکی اطلاق می شود که به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، فرهنگی یا توسط باند و مافیا به مدت طولانی و مستمر به کار گرفته می شود. کودکان کار معمولاً در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند. از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی آنان توجهی نمی شود. همچنین خطرات زیادی آنها را تهدید می کند. دنیایی که می توانست تنها به کمک‌های ساده کودکان کار در محیط امن خانواده محدود شود، از کودک کار کارهای سختی طلب می کند که هرگز در تاب و توان دست های کودکانه ایشان نیست. کارهای دشوار با پرداخت ناچیز که در مقابل کودکیشان را از آنها می دوزد و به رشد جسمی و ذهنی آنها آسیب می رساند. محل کار این کودکان لزوما در خیابان نیست. آنها در باربری ها، خیاطی ها، آجرپزی ها، خانه ها، کارهای زیرزمینی و مواردی از این دست هم مجبور به کارند. برخلاف تصور عموم که بیشتر کودکان کار و خیابان را فاقد خانواده و سرپناه و زیر نظر افرادی خاص می‌دانند، طبق بررسی‌های آماری و میدانی حدود 90% از کودکان کار با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. خانواده‌هایی که درگیر آسیب‌های گوناگون اجتماعی همچون حاشیه‌نشینی، فقر، بیکاری، مشکلات حاد معیشتی، اعتیاد، خشونت و تجاوز هستند. خانواده هایی که عمدتاً ناآگاه و ناتوان در انجام مسئولیت های سنگین پدری و مادری هستند. رایج‌ترین مشکل کودکان کار چیست؟ سوء تغذیه به عنوان رایج‌ترین مشکل بچه های کار جدی‌ترین عامل مخرب رشد ذهنی و جسمی اوست. آرتروز، دیسک کمر و اختلالات رشد آسیب هایی است که از همان کودکی گریبانگیر کودکانی می شود که بارکشی می کنند. عفونت های ریوی و مشکلات پوستی نیز خیلی زود به سراغ کودکان زباله‌گرد می آید. گذر از دوره کودکی و نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی سرآغاز دوره جدیدی از مشکلات این کودکان است. آنها که هیچ آموزشی برای کسب درآمد، مدیریت زندگی و حضور اجتماعی ندیدند، با انبوهی از مشکلات جدید روبرو خواهند بود. مطالعات جرم شناسی نشان می‌دهد اغلب مجرمان و بزهکاران کودکی پرآسیبی را پشت سر گذاشتند. همین یک علت باید انگیزه کافی برای دولت ایجاد کرده باشد تا کودکان کار را زیر چتر حمایت خود قرار داده و از سوء استفاده آنها جلوگیری نماید. به عبارت دیگر می‌توان گفت آسیب‌های اجتماعی امروز حاصل بی‌توجهی به کودکان دیروز بوده است. به امید روزی که هیچ کودک کاری در گوشه و کنار شهر دیده نشود و به امید روزی که حرف‌های مسئولین در حد حرف نباشد و در عمل شاهد اقدام‌های مثبت آنها باشیم. صحبتامو تموم می‌کنم. ممنون که مایکو در اختیار من گذاشتین. سپاس خانم هاشمی. متأسفانه معضل کودکان کار در ایران روز به روز داره پیچیده تر میشه
ما در خبرهای کمیته کودکم داشتیم که یکی از مقامات شهرداری تهران صحبت از استفاده بهینه از کار کودکان کرده، نه سازماندهی. یعنی سازماندهی کودکان کار رو به این نمیدونه که این کودکان رو به شکلی هدایت کنن که آموزش ببینن، چه با سرپرست باشن و فقیر، چه بی سرپرست کامل باشن. ایشون در این راستا صحبت میکرده که از این نیروی کار به صورت بهینه بتونه شهرداری تهران استفاده کنه. ببینید، برای یک مسئول عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی این قضیه جا نیفتاده که اصلا کودک نباید کار کنه و کار کودک قدغنه. شما به عنوان کسی که میخوای یک تصمیم گیری برای مردم کشورت، برای اعضای حالا کم سن و سال کشورت توی این زمینه داشته باشی، این نیست که نیروی کار اینها رو هدایت کنی به سمتی که شما میخواید یا سیاست به هر حال ناقص شما میطلبه. متاسفانه این مسئله هم دچار به هر حال تنش‌های خودش هست در جامعه. خیلی‌ها تلاش کردن تو خود کشور ایران که این قضیه رو جا بندازن که کودک اصلا نباید کار کنه، ولی متاسفانه گوش شنوایی نیست و حتی همونجور که خانم یزده هاشمی گفتن، بعضی جاها احساس میشه که این به صورت یک باند و مافیا در این معضل اجتماعی هدایت میشه. خب دوستان، اگر نظری دارید لطفاً من رو راهنمایی کنید در مورد موضوع کودکان کار، و اگر نه ما میریم سراغ بخش آخر جلسه امروز، یعنی بحث آزاد. امیدوارم که همه دوستان ضمن اینکه در بحث شرکت میکنن نظرات خودشون رو بگن، پیشنهادی اگر دارن بدن و همچنین اگر اخباری در این زمینه دارن رو عنوان کنن، و اگر انتقادی هم بود به نظر دیگران میتونن در کمال آرامش و دوستانه بیان کنن. من بحث آزاد امروز رو شروع میکنم. همونجور که گفتم قبلا، بحث آزاد امروزمون در مورد حق برخورداری از خدمات لازم اجتماعیه. خب میدونیم که خدمات لازم اجتماعی جنبه‌های مختلفی در جامعه داره. ما امروز میخوایم در مورد همون جزئیات بلای طبیعی در کشور ایران صحبت کنیم. یکی از معضلاتی که وجود داره در کشور ایران اینه که چیزی که ثابت شده است، نه الان، نه امسال و سالهای پیش، بلکه قرنهاست که ثابت شده، ایران در شمار 10 کشور بلاخیز دنیا قرار داره و زلزله و سیل و خشکسالی معضلهای همیشگی تاریخ ایران بوده. شما به کتیبه های هخامنشیان اگر رجوع کنید در مورد این بلایای طبیعی، به خصوص سیل و زلزله و حتی خشکسالی، عنوان شده که کشور رو باید از این مسائل مسئول بداره و حتی اقداماتی هم انجام شده. اما چیزی که مشخص هست، شما اگر یه تاریخچه از نظام سیاسی در ایران رو بخواید مطالعه کنید، از زمان حالا اصطلاحاً صفویه که به یک کشور به یک شکل واحد اصطلاحاً در اومد به عنوان سلسله صفویه، تا به امروز ما ندیدیم که کمتر دولتی حالا بخواد اقدامات اساسی انجام بده، یا اگرم دولت سیاسی وجود داشته در ایران به اهدافش حتی نزدیک هم نشده. کارهایی صورت گرفته در حد اندک، ولی اینکه شما به چشم یک بحران به این بلایای طبیعی بخواید نگاه کنید، متاسفانه اینجوری نیست. میرسیم به زمان جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که حتی در قانون اساسی اصل 50 اومده به این مسئله اشاره کرده، و من اینجا براتون اصل 50 که خیلی هم کوتاه هست و خلاصه براتون میخونم، که در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشن، وظیفه عمومی تلقی میشه. یعنی بر عهده تک تک اعضای کشور هست. این تا حدی میتونه درست باشه به شرطی که از این جمله سوء استفاده سیاسی نشه. ادامه اون: از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن
که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. به روشنی در اصل پنجم قانون اساسی نوشته شده که هر اقدامی چه برای حالا مسائل اقتصادی باشه چه هر مسئله دیگه که آسیب بزنه به محیط زیست کشور ایران و یا اون رو جوری تخریب کنه که غیر قابل جبران باشه ممنون. چقدر کارشناس ها اگه یادتون باشه قبل از احداث این پروژه به هر حال غیر علمی پل روی دریاچه ارومیه و احداث سدهای بیکران به هر حال غیر اصولی و غیر تخصصی در کل کشور چقدر فعالان محیط زیست اومدن هشدار دادن، اما هیچ کس نیومد در مورد اصل پنجاهم این اقدامات رو منع کنه و به صورت اساسی و قانونی، چون شاید کمتر کسی از حتی از محیطبانها حتی از کسانی که در حوزه محیط زیست دارن کار میکنن از اصل پنجاهم قانون اساسی کشور خودشون غافل بودن و این برمیگرده به همون عدم آگاهی. اما در سایر کشورها موقع نگاه میکنید کشوری که پیشرفته است مثل آلمان، یه ضرب المثل بین آلمانی ها وجود داره که آلمان دو تا اداره کلیه، یکی فینانس امت یا اداره همون مالی و یکی اون ویلتشوتس یا همون محیط زیست، حفاظت از محیط زیست. بعد میگه که تمام اداره های دیگه دارن به اصطلاح عامیانه دارن برای این دوتا اداره کار، پس محیط زیست رو انقدر مهم میدونن که حتی حاضر نیستن برای تولید انرژی دست به احداث کارخانه ها و یا تأسیساتی بزنن که به محیط زیستشون آسیب میزنه و توی این زمینه اینا از کشورهای دیگه وارد میکنن، واردات انجام میدن. خب چرا ما حالا تازه آلمان در زمره کشورهای خشک دنیا نیست و در باند بیابانی کره زمین قرار نداره، چرا ما که ایران هستیم از انرژی هامون درست استفاده نمی کنیم، از این پتانسیل نیرو و پتانسیل انرژی که در کشور به واسطه منابع به واسطه موقعیت جغرافی ایران هست چرا استفاده نمیشه؟ اون برمیگرده به سامانه فاسدی که الان 43 سال بر ایران حاکم هست. متاسفانه ما هدف 13 تا 15 سند یونسکو هم داریم که اشاره میکنه به بخشی از علتهای به هر حال روبه وخامت رفتن محیط زیست و حتی راهکارهایی رم داده. ما توی هدف 13 اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا رو داریم، در هدف 14 حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس ها و دریاها و منابع دریایی رو داریم. ببینید حتما منابع آبی کشور دریای خزر و خلیج فارس نیست، ما دریاچه های بزرگی مثل دریاچه ارومیه، دریاچه بختگان، دریاچه نمک قم و حتی مهارلوی شیراز و جاهای دیگه کشور داریم، هیرمند مربوط به استان سیستان بلوچستان، اما همه رو با مدیریت، بهتر بگم با سوء مدیریت، همه رو به خشکی هدایت کردیم متاسفانه. ما هدف 15 سند 23 هم داریم که حفاظت و بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها و مبارزه با بیابان زدایی رو بحث کرده و راهکار داده و آموزش های خیلی هم خوبی ها هم برای کودکان هم برای متخصصین ارائه داده. من دعوت میکنم از شما از دوستان عزیز اگر نقطه نظری در این زمینه دارید که آیا کشور ما حالا نمیشه گفت کارنامه خوبی در حفاظت از محیط زیست حالا داشته، اما با احداث معادن که در راستای حالا سودجویی‌های اقتصادی شکل میگیره در محیط زیست ما رو نابود میکنن، جنگل ها رو نابود میکنن، اگر دوستان میخوان اظهار نظر کنن لطفاً دست بالا کنید، در بحث ما شرکت کنید، بتونیم یه تبادل نظری داشته باشیم که بایدهایی که یک نظام سیاسی در ایران باید داشته باشه برای این خدمات لازم اجتماعی تو این زمینه رو با هم به شور بشینیم. ممنون میشم از دوستان که
دست بالا کنن و اظهار نظر داشته باشن. خانم حق و علی، مایک برای شما آزاده، بفرمایید. خب ممنون از اینکه به من فرصت دادین. من فکر میکنم که بهره‌مندی از خدمات اجتماعی به دو تا اصل برمیگرده. یکی اینکه یک کشوری اول منابع مالی تأمین کنه برای اینکه بتونه خدمات اجتماعی رو به مردم ارائه بده، و دوم اینکه یک کشوری از مسئولانی بهره‌مند باشه که متخصص در امور باشه، که ما از هر دوتاش بی بهره هست. ما منابع مالی داریم ولی متاسفانه در کشورهای دیگه صرف میشه. ما مسئولانی داریم که به اسم اسلام و دلسوزی و دلواپسی بر کشور ما حاکم هستن، اما اصلا دغدغه ملت رو ندارن و فکر چپاول هستن و برای بس ایدئولوژی خودشون هر کاری حاضرن بکنن، حتی صرف منابع یک کشور در کشورهای همسایه که خود به قول خودشون میخوان که شیعه رو گسترش بدن و از این صحبت. از طرف دیگه مسئولینی ما لازم داریم که متخصص باشن. شما ببینین که الان به قول خودشون دارن سالانه کلی آدم از کشور فرار میکنن، فرار مغزها داره رخ میده، هر سال داره تعداد این کسانی که از کشور خارج میشن بیشتر میشه، و در عوض شما میبینین که آخوندها تو هر جایی سرک میکشن. در بس مسئله کرونا اینا میخواستن بیان کرونا رو درمان بکنن با چند تا ورد و آیه. حالا شما حساب کنید که بخواد اقتصاد یک کشوری، سدسازیش، پلسازیش، شهرسازیش بیفته دست همچه آدمایی که فقط میخوان به قولن با ایشالله و ماشالله گفتن کار رو پیش ببرن. خب متاسفانه میبینیم وضعیت مملکت ما به اینجا کشیده میشه که هیچ چیز سر سامون نداره، یعنی هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی که آخوندی که 6 کلاس سواد داره بیاد ریاست جمهوری یک کشوری رو به دست بگیره، که وقتی کارگرها میرن مطالبه میکنن، حالا من برمیگردم باز به همون سخنرانی خودم که در مورد حق در واقع سازمان دادن و مذاکره و بحث جمعی و داشتن صنف بود، وقتی یه کارگری به عنوان نماینده صنف خودش میره در مقابل رئیس جمهور وای میسه بخواد از مشکلاتش حرف بزنه، از حقوقی که سالها نگرفته، ماها نگرفته صحبت بکنه، بعد اصلا رئیس جمهور اینقدر پرته که بگه شما نهار خوردین، شما حساب بکنید دیگه بقیه مطالبات و مردم از کی بخوان و چی. واقعا سنگ رو سنگ بند نمیشه تو همچین مملکتی، و این میشه وضعیت کشور ما متاسفانه که از خدمات اولیه اجتماعی هم مردم بی بهره هستن. متشکرم از اینکه به من فرصت. سپاس از شما. تخصص یکی از اصولی ترین فاکتورهای برحال تمام صنفیه هایی که در کشور هستن، ولی متاسفانه میبینیم که تخصص فدا شده و تعهد برپا هست. این عادتیه که 43 ساله در ایران متاسفانه حاکم هست. شما موقعی که در مورد بلایای طبیعی و یا اخباری که در کشور میاد، اینکه سیل در ایران رو ما بخوایم بررسی کنیم، این فقط مخصوص ایران نیست. ما کشور افغانستان هم دیدیم که حق حیات خیلی از شهروندانش به خاطر سیل یا زلزله یا بلایای دیگه‌ای نقض شد و از بین رفتن مردم. ولی امروز اون سیلی که در شیراز اومد و ماشین‌ها و خودروهایی رو با خودش برد، اون کلیپ‌ها دیگه عادی شده. امروز در گوشه به گوشه ایران موقعی که یه سیلی واقع میشه، یک زلزله میاد، ما به عنوان یک انسان، به عنوانی که نگرانیم، حالا درست خارجی نشین هستیم، ولی به عنوان نگرانیم برای کشورمون، بخوایم خبرهای فارسی رو دنبال کنیم. شما اگه توی گوگل بزنید اخبار در مورد سیل اخیر، میبینید که رئیس جمهور قرقیزستان و رئیس جمهور ترکمنستان یا به هر حال همتاهای آقای رئیسی به آقای رئیسی تسلیت گفتن در این مورد، و
تیتر خبرها 10-15 تاش اینجوریه و کنعانی مثلا سخنگوی وزارت امور خارجه اومده در یک خبر دیگه تشکر از ابراز همدردی کرده به سایر کشورها در پی وقوع سیل در ایران. اینها که نمیشه خبر. یا ترکیه زحمت میکشه از این زمینه استفاده میکنه برای تبلیغات حقوق بشری خودش و اختصاص میده یک کمک هایی رو به سیل زدگان ایران. این درسته، خیلی خوبه، به ظاهر به تیتر اگه شما نگاه کنید خیلی اقدام بشر دوستانه ای از طرف ترکیه، ولی خود ترکیه میدونید که بزرگترین ناقضه و بزرگترین هدایت کننده اصلا ایران و مخصوصا شمال ایران که هوای نسبتا بهتری نسبت به بقیه جاهای ایران داره. هدایت کردن شمال ایران به خشکی و قحطیه. شما نگاه کنید سد غیر تخصصی که برای استفاده از آب ارس توی ترکیه احداث شده رودخانه ارس رو خشک میکنه. مطمئنن یک دلایل سیاسی و منطقه‌ای به ویژه توی مرز آذربایجان، ارمنستان و ایران دنبال این قضیه هست. چرا باید رود بزرگی مثل ارس خشک بشه؟ چرا رودهای بزرگی مثل زاینده رود و کارون باید خشک بشن؟ رودهای بزرگی که حجم آبشون جوری هست که حتی تو کارون میشه کشتیرانی انجام داد. کشورهای دیگه من گفتم توی زمره بیابان خیز نیستن، اما کانال هایی احداث میکنن از شرق به غرب کشورشون، از شمال به جنوب کشورشون و راه های آبی رو فراوون میکنن تا بتونن از طریق این راه های آبی هم تجارتشون رو انجام بدن، هم انتقالات کالاشون رو انجام بدن و هم به محیط زیستشون در اصل کمک کنن. توی کشور ایران ما فقط عمران در سدها و در پلها و در برها جاهای مختلفی پروژه های عمرانی احداث میکنیم که از قبل این پروژه های عمرانی بتونیم سودجویی های اقتصادی داشته باشیم. هر مدیری که میاد انگار یک ماراتون در پیش داره، 8 سال موقعیت داره که از امضای خودش، از موقعیت خودش استفاده کنه تا بتونه مقاصد شوم اقتصادی خودش رو تامین کنه. من خوشحال میشم از دوستان اگر در حین صحبت های بنده دست بالا کنن، نظرات خودشون رو بگن و اینکه انسان به هر حال یک ایرانی به فکر کشور خودش، به فکر آینده بچه ها و کودکان سرزمین خودش باید باشه. ممنون میشن که در بحث شرکت کنید و نقطه نظرتتون رو بگین. خانم بیژندی مایک برای شما آزاده، بفرمایید. عرض درود و احترام خدمت همه همکاران عزیز و خسته نباشید. ممنون که این فرصت رو به من دادین. من یه چند تا نکته یادم اومد که خدمت دوستان خواستم به اشتراک بذارم. در مورد مسائلی که گفتیم، اول از همه اینجا مشخص میشه کاملا که دولت یا حکومت جمهوری اسلامی یا واقعا طبق گفته واقعا ایرانی نیستن یا دلسوز ایران نیستن یا ایران و ایرانی رو دوست ندارن. چون طبق فرمایشات شما من فکر میکنم دقیقا فقط به فکر این هستن که اون درآمدی که از هر کدوم از این اتفاقایی که میفته درآمد حاصل از اون رو بزنن تو جیب خودشون و جیبشون رو پرپور کنن. دیگه به فکر خشکسالی و خشکی و خشک شدن دریاچه و اینجور مسائل نیستن. متاسفانه این از کوته فکرشونه. و چیزی که به خاطر آوردم، یادم به پارسال، اما دقیقا یادم نیست کجا بود، ولی یه آتش سوزی فکر میکنم در شمال ایران بود، دقیقا نمیدونم کدوم منطقه بود، آتش سوزی بود که مدتها چندین روز طول کشید تا اون آتش سوزی رو خاموش کنن. اما کشور ترکیه شاید تا یه محدود زمانی خیلی کوتاهی، ترکیه هم یه آتش سوزی شد که خبرها مبنی بر این بود که اون هواپیمای آبرسانی که از ایران رفت برای ترکیه برای خاموش کردن آتش سوزی در جنگل‌های ترکیه سریعا این اقدامو کردن. خب این واقعا این سوال به وجود میاد که چرا برای کشور خودمون این کارو نکردن. و یه نگاهی هم به زلزله بم کنیم یا زلزله که پل ذهاب اومد، هنوز خیلی ها در همون کانکس ها دارن زندگی میکنن، خیلی هنوز همون امکانات بهداشتی رو ندارن، خونه یا سرپناه درستی ندارن. الان چند سال گذشته از این قضیه، اما ما داریم نگاه میکنیم که
میلیاردها تومان داره خرج میشه برای حرم و نمیدونم حالا جاهای مذهبی. مرسی، ممنونم که این زمان رو به من دادید. خواهش میکنم خانم بیژن، مرسی از اظهار نظرتون. بله، یادآوری در مورد زلزله‌زدگان کرمانشاه و سرپل زهاب هم نکته خوبی بود. اشاره کنم که متاسفانه باز هم توی همون قضیه، همون کانکس ها، این چیزی نبوده که به صورت رایگان در متاسفانه سپاه پاسداران کانکس ها رو داره کرایه میده به مردم زلزله‌زده و سیل زده، و این جای تأسف داره که از قبل سیل و زلزله هم بخوان مقاصد اقتصادی هرچند اندک رو، هرچند برای اون سپاه منطقه نه کل سپاه پاسداران سیستم خارج از کشورش بخوان تأمین کنه. این باید اشک ریخت، باید ناراحت بود برای سیستمی که متاسفانه اینجوری اداره میشه و مردم به حال خودشون رها میشن. ما نگفتیم که آقا الان مثل کشورهای پیشرفته شما بیاین پیشگیری کنید برای چندین سال دیگه. در یه سمینار شرکت کردم، یک دیاگرامی رو از سال 1900 تا سال 2018 آماده کرده بودن و توی اون سمینار گفتن که کل کره زمین در حال گرم شدنه و هوای اقلیم ها در حال جابجایی متاسفانه. پس نشستن اسنادی رو مثل همین سند 23 که هدف 13 تا 15 رو براتون خوندم نوشتن تا بتونن یه پیشگیری های انجام بدن. در کنار اون، پارالل با اون، موازی با آن، میان شروع میکنن یه اقداماتی رو برای رفع و جبران خسارت هایی که تا حالا شده انجام میدن و هزینه میکنن. و توی این سند 23 نوشته شده که باید توزیع منابع مالی و تخصصی، همونجور که دوستان گفتن، باید جوری شکل بگیره بین کشورها که همه بتونن از این خدمات استفاده کنن. اگر خسارتی به کشورهای آفریقایی یا آسیایی که بیشتر توی باند بلاخیز قرار دارن زده شده رو بتونن جبران کنن. اما تو کشور ما سند 23 رو فقط به خاطر آموزش جنسی به کودکان منع میکنن و امضاش نمیکنن، و اگر و حتی هزینه میکنن تیم‌های کنترلی ایجاد میکنن که توی آموزش و پرورش توی مدارس و جاهایی که مربوط به پرورش و آموزش بچه ها هست این سند 23 اجرایی نشه. حالا به واسطه تنها امضایی که آقای جهانگیری پای یک نامه در مورد سند 23 انجام داده، هزینه میکنن که اجرایی نشه این سند 23 در بین مدارس. سند 23 که فقط قسمت توانمندسازی زنان و دختران نیست که در هدف پنجم هست، خیلی اهداف دیگه‌ای داره که خیلی مهمتر از اون هست، و متاسفانه انگار دین اسلام و انگار این جمهوری اسلامی فقط اومده که یک دفاعی بکنه از جنسیت‌ها و اینکه حتما تفکیک جنسیتی وجود داشته باشه. نه، اصلا اینجوری نیست. متاسفانه ما دوچار یک خفقان هستیم در جامعهمون، و چرا باید به صورت برنامه‌ریزی شده فعالان محیط زیست در ایران در یک هواپیمای به کوه بخورن؟ چرا کسانی که پیگیری میکنن که روسیه نیاد آشغال‌های اتمی و به هر حال زباله‌های اتمی و رادیواکتیو خودشو در کشور ما در بیابان‌های ما چال نکنه رو چرا این افراد فعال رو میان دستگیر می‌کنن، به مقامات حراستی و اطلاعاتی می‌سپارن و حتی سرکوبشون می‌کنن، حذف فیزیکیشون می‌کنن؟ این دردهای جامعه است، و متأسفانه نه تنها ما برای سیل و زلزله و خوشسالی که گفتم سال‌ها و قرن‌هاست که ایران به این قضیه رسیده، نه تنها برای اینا کاری انجام ندادیم، بلکه میایم محیط زیست خودمون رو برای صنایع مدرنی مثل رادیواکتیو و اتم و اینا زیر سوال میبریم. دوستان اگه نظری دارین لطفا دست بالا کنید تا بحث رو ادامه بدیم. اگر در مورد خدمات لازم اجتماعی صحبتی دارید لطفا بفرمایید. جناب اعرابی، ممنون که در بحث شرکت میکنید.
ممنون که هم خودتون هستین هم آیدیتون آقای عربی. مایک برای شما آزاد، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. در مورد بلایای طبیعی میشه گفتش که متاسفانه تمام کشورها با مشکل بلایای طبیعی روبرو هستن، ولی مهم اون مدیریت است و اون مهندسی است که باید انجام بشه و مشکلی پیش نیاد برای مردم اون کشور. متاسفانه دیدیم که بعد از این سیلی که به وجود اومد و خیلی از مردم کشور ما را از بین برد و خیلی ها زمین های کشاورزیشون از دست دادن و خیلی ها خونه های زنده خونه هاشون از دست دادن، ولی اگه مدیریتی بود، اگه سدسازی های بیهوده انجام نمی شد، اگه جنگل ها نابود نمی شد، می تونست جلوی خیلی از خسارت ها رو بگیره. ولی به قول شما یا حسن زاده، وقتی به فکر منافع شخصیشون باشن دیگه جون آدم ها براشون مهم نیست. وقتی میدونن اگه جنگلی از بین بره ممکنه سیلی به وجود بیاد که خیلی مشکلات به وجود بیاره، خیلی خسارت ها بزنه، ولی باز این کار انجام میدن. متاسفانه در کشور ما موقعی که فصل گرما داره شروع میشه، یکی دو ماه قبلش اعلام میکنن کم آبی، خشکسالیه و سال سختی رو داریم. ولی خب وقتی این سیل میاد به این وسعت، درسته خیلی خسارت ها زد به مردم کشور، ولی اگه مدیریتی بود میتونستن این آبها رو جمع‌آوری کنن، حالا به نحوی برای سال بعد که بتونن جلوی کمابی رو بگیرن، خشکسالی نباشه و بتونن جلوی خیلی از مشکلاتی که از طریق کمابی پیش میاد برای مردم اونا رو جلوی و مشکلات رو بگیرن. ولی متاسفانه یا مدیریتی در کار نیست یا صحبت از اون منافعی که باید برای خودشون داشته باشن. ممنون از اینکه مایک رو در اختیار من گذاشتیم. متشکرم. خیلی ممنون. من پیشنهاد میکنم به دوستانی که حالا صدای ما رو از طریق این جلسه میشنوند، حتما به بخش یوتیوب کانون مراجعه کنن، هدفهای 13، 14 و 15 رو گوش بدن و حتی اطلاع رسانی کنن به هموطنهاشون گوشه به گوشه این کره خاکی که ایرانی ها دارن زندگی میکنن. البته متاسفیم که اینو میشنیم. ما میبینیم که همین سیلی که شما گفتی حدود 6000 میلیارد تومان فقط به یک استان کوچیک مثل کوهگیلوی با رحمت خسارت وارد میکنه. 6000 میلیارد تومان رقم کمی نیست و دوستانی که حالا توی همین یک سال گذشته ای که حالا آقای رئیسی هم منتصب شد خودشون میدونن که کمترین اختلاسی که وجود داشته 5000 میلیارد تومان بوده و به قول خانم بیرجندی گفتن چه هزینه هایی از کارمندان دولت حتی درخواست شده که به صورت قسطی کم بشه برای اینکه عتبات عالیات رو گسترده کنن، حرم های به هر حال کسانی که اونجا دفن شدن و ما سالهاست که داریم تو سر سینه خودمون میزنیم به خاطرشون، گسترده بشه تا بتونن تبلیغات دینی و مذهبی شیعه رو گسترش پیدا کنن. ما دیدیم توی شهر یزد هم 560 نقطه شهر یزد پس از سیل فرو نشست کرده. 560 نقطه توی شهری خیلی واقعا افتضاحیه که ممکنه اون شهرداری به وجود آورده باشه یا اگر برنامه‌ریزی نکرده باشه به معضل بزرگ جامعه یزد مربوط میشه. ما حتی توی استان تهران که پایتخت کشور هست 300 واحد مسکونی توی این استان خسارت دیده. توی خب این مردم از کجا بیارن؟ پیگیر خسارت خونه و منزلشون، حالا اونایی که خسارت دیده، نه اونایی که کامل زلزله و سیل از بین برده، اونا که خسارت دیدن با از کدوم ارگان برن پیگیری کنن و آیا کی به این حد میرسه که ما بتونیم این هشدارهای هواشناسی و این وقوع سیل و زلزله رو ما بتونیم کنترل کنیم؟ قبلا میگفتن وقوع سیل در استان مازندران، گیلان و یا حالا دو تا استان دیگه، ولی الان در
چجوری میشه که یک هشدار هواشناسی به 25 استان کشور وقوع سیل رو پیش بینی میکنه و هشدار میده؟ ما به کجا رسیدیم که یکی دو سه تا استان که در فصل بارندگی ممکنه سطح آب‌های حالا زمینیشون به سیل تبدیل بشه، الان کشیده به 25 تا استانی که همشون هم خشکن و در طول سال به حد اون بارندگی منطقی نمیرسن و دریاچه‌هایی که توی اون استان‌ها هستن کاملا خشک شدن، محیط زیست نابود شده، پرنده‌ها و به هر حال حیوانایی که مهاجرت بیشتر میکنن از این تالاب‌ها از این چیز متاسفانه نتونستن استفاده کنن و این باعث پسرفت محیط زیست ایران شد. خانم رهای، ممنون که در بحث شرکت میکنید، مایک برای شما آزاد. تشکر جناب حسن، ببخشید که من یه خورده مریض احوالم، نمیتونم دوربین رو باز کنم و بله حالا همونطور که هم شما هم همه دوستانم اشاره کردن، متاسفانه حالا نمیشه اسمشون هم گذاشت مسئولان، چون مسئول وقتی بیاد کسیه که واقعا یه مسئولیتی رو قبول میکنه، باید بهشون واقعا گفت فقط این حاکمان غاصب این جمهوری اسلامی. متاسفانه این عدم مدیریت و بی‌برنامگیشون رو همیشه به قول بچه ها و همکاران گفتن سیل میاد یا هر چیزی، البته سیل نمیشه اسمشو گفت، بلایای طبیعی، اینا واقعا بارونهایی که میاد لازمه. الان فکر کنم شرایط جوی و ایران اقتدا میکنه که این خشکسالی ها رو یه جوری جبران کنه و وقتی تبدیل به قول اینا بلایای طبیعی میشه که عدم مدیریته. و اگر مثل همین سیل اخیری که اومد، اگر که این ساختمون ها یا همین امامزاده ای که رفته بودن وسط یه کوه ساخته بودنش، جاهایی که شرایط ساخت و ساز نیست، اینا این کار رو انجام ندن، میبینیم که مثل همه کشورهای دیگه، همین توی آلمان ما میبینیم همیشه بارندگی زیاد میاد ولی هیچ وقت تبدیل به سیل نمیشه و حتی توی خیابون ها آبی جمع نمیشه، ولی متاسفانه توی کشور ما این بی‌برنامگی که هست همیشه یه بارون ناچیز هم که میاد تبدیل به قول اینا یه بلای طبیعی میشه، چون مسئولی وجود نداره، همه کاراشون بی‌برنامه است، چون اصلا احساس مسئولیتی نسبت به جامعه ایرانی اصلا اینا ندارن و از خداشونه که حالا به سر مردم یه بلای بیاد و هرچه مردم کمتر کار اینا راحت‌تر میدوزن میبرن و اعتراضات کمتر میشه و به خاطر اینه که به نظر من، یعنی چی بگم، یعنی دیگه خودمون همه بهتر از هر کسی میدونیم که هدف اینا فقط چیه. ببخشید، ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین، من مایک رو رها میکنم. سپاس از شما خانم رهایی بابت اظهار نظرتون. چیزی که وجود داره اینه که حتی همین سازمان یونسکو که در مورد هدف 13 تا 15 با شما صحبت کردم، موقعی که به تاریخچه ایران و آبخیزی ایران مخصوصا توی بیابونهای ایران، استانهایی که در بیابان قرار دارن نگاه کرده، تعجب خودش رو عنوان کرده در سراسر دنیا که چطور مردم ایران، مردم سرزمین ایران از حدود 200 سال قبل تا 3000 سال قبل چطور توی این بیابونها زندگی کردن و مشکل آب خودشون رو حل کردن، آب آشامیدنی، آب کشاورزی، و حتی قنات‌های رو اسم بردن در زمره عجایب دنیا، جزو عجایب حالا دنیا این قنات‌ها رو، 11 تا اصل قنات 2500 ساله توی ایران توی 6 تا استان کشور وجود داره که یونسکو در حال ثبت اینا هست. موقعی که کشورهای دیگه تونستن به علم و تخصص قدیمی های این سرزمین پی ببرن، باید انتظار اینو داشته باشن که در قرن امروز، در تکنولوژی امروز،
مسئولان کشور بتونن از اون پتانسیل تاریخی استفاده کنن، بتونن از تخصصی که حالا ما فقط روی کاغذها و توی کتابهای تاریخ در موردش متاسفانه داریم میخونیم، بتونیم از اونها استفاده کنیم. من مایک رو برای خانم بیرجندی آزاد میکنم، بفرمایید. ممنونم جناب آقای حسن‌زاده از فرصت دوباره‌ای که به من دادین. همطور که شما و همکاران دیگه فرمودین، در تمام کشورها این اتفاقات، سیل یا زلزله یا حتی آتش سوزی، امکان هست که پیش بیاد، اما مهم اینه که چه تدابیری در واقع براش در نظر گرفته گرفته بشه بعد از این اتفاقات. یه چیزی که هممون میدونیم، حالا بعد از قضیه سیلی که شما فرمودین، مسئله زلزله که از بلایای طبیعی هستش، سالیان ساله که الان خصوصا همین کشور ما ایران میدونن که تهران در واقع روی در اون گسل زلزله قرار داره و میدونیم که یه چیزی حدود 200,000 پلاک ساختمانی در تهران هستش که در بافت فرسوده است. حالا من میخوام یه اشاره کنم به قضیه متروپول که پیش اومد و این رو بیارم تو بحث این که الان حدود 11 میلیون طبق گفته خودشون که مطمئناً بیشتر هست، چون همیشه تو آمار اونا کم اعلام میکنن، کمتر از اون چیزی که واقعیت هست، 11 میلیون ساختمان هستش که در مقابل زلزله هیچ مقاومتی نداره. و با توجه به این که اینا سالیان سال این قضیه رو میدونن، اما واقعا بمکنین آیا تدبیری داشتن در این مورد، یا حتی از زمانی که فهمیدن آیا در ساخت ساختمون ها اومدن یک نظارت درستی داشته باشن و بر طبق اون اصول و استانداردها ساخته بشه ساختمون ها. در واقع فکر میکنم ما باید، البته امیدوارم که اون روز نیاد، ولی واقعا باید منتظر یک فاجعه خیلی عظیمی باشیم اگر زلزله شدیدی بخواد حالا مخصوصا در تهران بیاد، با توجه به ساختمان‌های بلندی که هست. و یه نکته که میخواستم بگم بهتون، این چون اتفاق افتاده بود براتون میگم این قضیه رو. من زمانی که ایران بودم توی شرکتی کار میکردم که کار ما بیشتر در واقع مصالح ساختمانی بود برای شرکت‌های بزرگی مثل مسکن مه که میخواستن ساختمان سازی کنن. یه چیز خیلی عجیبی بود که البته خب مدیر عامل شرکت ما آدم منصفی بود و شاید بتونیم با وجدان بگیم بودش، قراردادهایی که به ما پیشنهاد میدادن میگفتن مسائلی که میخوان اونا بگیرن، خب ما از نظر درجه بندی A, B, C بود دیگه، یعنی از کیفیت عالی میومد به درجه 2 و درجه 3، حالا یا دیگه درجه های 4-5 چیزایی واقعا بدون مصرف به درد نخوری بود. اما پیشنهادی که به ما میدادن، مثلا ما میگفتیم این قیمت هایی که مثلا هست کیفیت عالی باید استفاده بشه، اینه میگفتن نه شما کاری نداشته باشین به این قضیه، دور مثلا اون محصولی که هست شد درجه 1 بچینین و داخل رو درجه 3-4 بذارید برای ما که ما اونو استفاده کنیم. که یعنی وقتی مثلا اون ناظری که میاد اون، حالا جعبه رو مثال میزنم، مثل سرامیک اگه بخوایم در نظر بگیریم، یا آجرهای یا اون سفالهایی که استفاده میشه، که وقتی ناظر میاد و میبینه از اون قسمت جلو که هستش ببینه اینا درجه 1 هست و دیگه کاری نداره اون وسط چی هستش، فکر میکنه همه همینن دیگه، طبق اون نظر میده و میگه درسته. به این طریق میخواستند و کردن هم این کار. حالا شرکت ما این کار رو انجام نداد، ولی شرکت های دیگه قرارداد رو بستن و میبینید که الان مسکن های مهر، همه فیلم هایی هم که هست، ترک هایی که توی ساختمون هست و امکان ریزش ساختمون که هست، این واقعیتیه که وجود داره و متاسفانه مسئولی که به قول خانم رهایی مسئولیت پذیر باشه رو نداره. مرسی، ممنون که زمان به من. سپاس خانم بیرجندی، ممنون که توضیح دادید. جناب تفکر، نوبت شماست، مایک برای شما آزاده، بفرمایید. بسیار متشکرم از شما جناب حسن‌زاده محترم. با درود مجدد خدمت همه عزیزان حاضر، عرضم به حضورتون که اول باید برم به یه بحثی به نام گذشته ستیزی ایران یا ایرانی ستیزی، چون که
میگن میخوای یک ملتی رو نابود کنی و خفش کنی، گذشتش رو خراب کن. ما برای دومین بار در چند سال گذشته، یعنی در این چند سال که در اروپا هستی، من این دومین سیلیه که میبینم که به استان فارس میرسه و میگن که کل استان رو آب میبره. خب خیلی از قسمت‌های استان فارسی و آب رفت، اما باز هم وقتی سیل رسید به اجداد ما، یعنی به سازه‌های بیش از 2500 سال پیش، دوباره وارد آبراهایی شد که دستورشو مهندسین اون سلسله هخامنشی برای ساختش داده بودن و باز همون سیل رفت زیر زمین و گم شد. حالا کاری نداریم به گذشته، ولی بدون گذشته نمیشه زمین کرد. عرضم به حضورتون که برای اینکه مسئولین مسئولیت پذیر باشن باید دانش داشته باشن. ما از پایین شروع نمی کنیم. همیشه میگن از پایین شروع کن برو بالا. ما از بالا شروع کنیم. از صدر نظام که 6 کلاس سواد داشته باشه و بیاد رتبه بعدی و 6 کلاس سواد داشته باشه و میایم پایین تر، شما تک تکش رو نگاه بکنید. در زمان دولت آقای احمدی نژاد دستور سدسازی های بسیار داده شد. ایشون فوق لیسانس ترافیک داشت. ایشون اومد گند زد به پایتخت ایران و در هر بزرگراهی 200 دور برگردون اومد ایجاد کرد و اصلا کلن ترافیک تهران رو نابود کرد در زمانی که شهردار بود قبل از آقای البیری. خب ایشون اومد رئیس جمهور شد، دستور سدسازی داد. سدهایی که در خوزستان زد کلن زمین ها رو نمکی کرد، نخلستان ها نابود شدن، سدهایی که زد دریاچه ارومیه رو نابود کرد، جنگل خاری هایی که توسط آیت الله ها و آقازاده ها داره انجام میشه در شمال کشور، در سلسله کوههای زاگرس. ما میگیم که بعضی موقع اسمای کسی رو نبریم، عناوینی که میتونیم بگیم آقازاده و آیت الله. اینها امام های جماعت استان ها و شهرها، زمین خاری هایی که دارن میکنن، هر جا که شده وسط راه 4 مغازه دل کوه میکنن، 4 مغازه بالاش هم 2 گلدسته میزنن، میگن اینجا یک مسجده و حالا 4 مغازه رو میفروشن. خدمتتون عرض کنم که موقعی که همچین چیزایی پیش میاد میفهمیم که اینا کلن اصلا به فکر ایران نیستن. اگر که بخوای به فکر ایران باشی باید ایرانی باشی. از زمان جناب آقای سید روح الله موسوی خمینی که ایشون کشورگشایی میخواست بکنه و جنگ عراق رو راه انداخت و تا الان شما نگاه بکنید، الان میگن برجام، برجام نهایی بشه. مگه برجام قبلی که آقای روحانی نهاییش کرد پولی رفت تو جیب ملت ایران؟ اون دلارهایی که آقای اوباما با هواپیما فرستادن به ایران مگه پولی رفت تو جیب ملت ایران؟ الان هم باز آقای رئیس حزب الله لبنان و دولت نمیدونم چی چیه مقاومت فلسطین و و و و و همه اینا دهنا باز و منتظر این پولها هستن و پولی به ملت ایران برای ساخت ایران نمیاد. از دانش صحبت کردم، رئیس میراث فرهنگی ما قبلا رئیس صدا و سیما بود. نه در صدا و سیما ایشون تخصصی داشت، نه الان در میراث فرهنگی که خودش هم اومد یک بیانیه‌ای داد در توییتر و تلگرام و چیزایی که خودشون فیلتر کردن که گفتش که اون جام شیرنما که تقریبا برای 3000 سال پیشه در کلمن نگهداریش میکنن و دورش رو خدمتتون عرض کنم که پنبه گذاشته بودن و رئیس میراث فرهنگی کشور داره میره اونجا بازدید بکنه، شما توقع داری که اینا جلوی سیل رو بگیرن؟ اینا اصلا براشون مهم نیست. در عراق، در سوریه، در لبنان، ما به لبنان بنزین و نفت مجانی میدیم، ما به سوریه 1000 تا چیز میدیم، ما به عراق که دیگه ماشاءالله 1000 ماشاءالله،
حالا این آقای مقتدا صدر اومده یه ذره جلوشون وایساده، اونم باید ببینیم کی صدا شد. و و و و و یمن این بر اون بر. خب ما دیگه به کشور خودمون نمیرسیم. اینا براشون بیمارستان سازی و مدرسه سازی توی عراق و نجف و بغداد و کربلا و اینجور جاها مهمه، ولی براشون اصلا مهم نیست که بچه‌ای در جازموریان حتی اون کپری که توش درس میخونه رو هم شهرداری میاد خراب میکنه. من نمیدونم یک کپری که وسط بیابونه و چهار تا بچه توش دارن درس میخونن، دو تا پیرزن توش زندگی میکنن، این چه مشکلی میتونه برای یک دولت و یک شهرداری داشته باشه که میان خرابش میکنن؟ این دلیلش چیه؟ این دلیلش اینه که میخوام بگم ما یک کاری کردیم. شما چی کار کردیم؟ ما هم بودیم، ما هم تو دولت بودیم، ما هم میدونیم چه خبره. ولی خب سلسله ای که ما دولت که نداریم، نظامه، چیزی به نام دولت وجود نداره. دولتی که الان برجام رو یه زمانی گفتن که آقای فلانی و آقای روحانی باید بیان که توی مجلس بهش رأی داده بشه، یه سری پارش کردن فلان کردن، الان هفته پیش همین برجام و چهار نفر برداشتن بردن مجلس، گفتن که اصلا ربطی به مجلس نداره، به خود صحبت. پس دولتی وجود نداره، رئیس جمهوری وجود نداره، وزارتخونه هایی وجود نداره. حرف رو یک نفر میزد، یک نفر یه زمانی حرفی میزد، ایرانی بود، به حرفش عمل میکرد. ولی الان اینها به قول آقایی که جونش رو آقای پرزیدنت ترامپ گرفت، آقای سردار سلیمانی، که گفت ما دنبال هلال شیعه و امت اسلامی هست. حرفی از ملت ایران هیچ موقع زده نشد. ما هم هر چقدر خودمون رو خسته بکنیم، تا وقتی که این سلسله و این نظام سر کار هستش، حالا یه بگیم که فلان مسئول فلان کار رو نمی‌کنه. شما یه شهردار الان بیار سردار سپاه نباشه، یه دونه استاندار بیار سردار سپاه نباشه، یه وزیر بیار سردار سپاه نباشه، یه مسئول بیار سردار سپاه و بسیجی نباشه، یک نفر هم. موقعی که ببینن نونتونه، خب دیگه مردم که ارزشی نداره. ما خودمون اول برنامه هم گفتم در بعد از اخبارهای جناب آقای ذوالفقاری، ما خودمون حرفی از سپیده رشون نمیزنیم، چه توقعی داریم؟ ما خودمون جلسه برای آقای علی کریمی نمیذاریم، کسی که فیلماش هم تو یوتیوب و آپارات خودشون که دست خودشون هم هست، ایشون 2,550,000,000 تومان یک سال دو سال پیش اومدن فقط تبلت خریدن برای بچه های جمهوری کشور، همونایی که توی جازموریان هم. ما این حرفا رو خودمون نمیزنیم، هی گیر میدیم به سیل، گیر میدیم به آب، گیر میدیم به باد. خب باد، خاک، ریزگرد، خودمون میدونیم که از کجا میاد، کدوم طالابو خوش کردن، کدوم طالابو دادن دست چینیا که نفت دارن، همه اینا رو راجبی صحبت کردیم، خودمون میدونیم. تا وقتی که این نظام اون بالاست، هیچ چیزی عوض نخواهد شد. آگاهی رسانی سر جاش، ما حرفمونو میزنیم، فکمون هم خسته نمیشه، حرفمونو میزنیم، ولی وقت وقت چیز دیگه. ممنونم از شما. سپاس جناب تفکری، ممنون از اظهار نظرت خوبتون. یه نکته توی صحبتاتون گفتین، اینکه گفتن است نبرید. اول که کانون به ما یاد داده که اسم ببریم ولی مستند، و کسی نمیتونه به من و شما ایراد بگیره یا هر عزیز دیگه‌ای که قصدش اطلاع رسانی. اصلا این معنی اطلاع رسانیه که شما موقعی که یه چیز مستند وجود داره حتی اسم ببرین، اسم اون آقازاده، اسم اون شخصیت سیاسی، یا به هر حال اسم بیارید که فلان جا پسر آقای لاریجانی در پول مملکت رو در اونور آبها خرج رفیق بازی، خرج مشروبات الکلی، حالا آزاد هر انسانی هر چی دوست داره بخوره، هر چی دوست داره بنوشه، ولی اینکه از خود مردم کشور، خود ایرانی های ساکن خارج از کشور
دوربین هاشون رو گرفتن دست، دارن اسم میارن از آقازاده ها و از مقاماتی که اونور. همین چند وقت پیش یک کلیپی از آقای کشش نده کی بود، آقای کسی که 3000 میلیارد دزدید رفت کانادا، یک کلیپی پخش شد، خاوری، دستتون در نکنه آقای تغیزاده، آقای خاوری، ایشون یک کلیپ پخش شد که پول مملکت رو برداشته برده کانادا، درش کار میکنه. باید اسم برد، یعنی معنی آگاهی رسانی همین آقای تفکری، وگرنه اگر اسم نبریم که در راستای جمهوری اسلامی داریم حرکت میکنیم. خیلی ممنون از دوستانی که توی این جمع شرکت کردن، توی بحث شرکت کردن. امیدوارم که روز به روز بر آگاهی تمام مردم ایران، نه تنها ما خارجی نشین ها، بلکه داخل ایران، که اونا فاکتور اصلی موفقیت ایران و نظام سیاسی آینده هستن، تصمیم گیرنده هستن، روز به روز به آگاهیشون افزوده بشه و ما هم کمک کنیم به این قضیه حداقل. و امیدوارم که این مسائل و موزلات، مخصوصا محیط زیست که از نفس کشیدن دیگه حق ابتدایی بیشتر وجود نداره، یا از به هر حال آب و غذا در مرحله بعدیش مهمتر وجود نداره، اینا رفع بشه برای مملکت و مردم ایران. جناب رجب‌زاده دستشون بالاست، بفرمایید، مایک برای شما هست. درود عرض ادب خدمت شما عزیزان. من خودم معرفی میکنم، یکی از همکاران جدیدتون هستم، اومدم وارد این جلسه شدم که با جلسات آشنا بشم، جلسات کانون و جلسات به هر حال میان گروهی یا کمیته‌ای. خواستم که خودم معرفی کنم، من رجب‌زاده هستم، ابوالفضل، و یه هفته‌ای هستش که با خود کانون آشنا شدم و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. عذرخواهی میکنم که من وارد صحبت نشدم به خاطر اینکه جلسه اول هستش. خب معمولا جلسه اول آشنایی با شرایط و نوع گفتگوها و نوع صحبت‌ها هستش. من خوشحال شدم که صدای شما عزیزان رو شنیدم و با نحوه تفکر شما عزیزان آشنا شدم. خوشحال میشم در سری‌های بعد در خدمت شما عزیزان باشم. به هر حال عذرخواهی من بپذیرید به خاطر که وارد بحث و گفتگو نشدم. بازم تشکر میکنم، میکروفون رو رها میکنم، سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید آقای رجب‌زاده. اصلا ماهیت همینه که ما یاد بگیریم هر جایی هر چیز به ذهنمون میرسه حتما بگیم. همین که شما مایک رو گرفتین، خودتون معرفی کردین، همین خیلی ارزشمنده و شاید کسانی باشن که یاد بگیرن از شما آقای رجب‌زاده. یعنی اینجوری نیست که حتما فرد جدید فقط به واسطه یه سری حالا دانش‌هایی که عمومی هست در کانون ممکنه جدید تلقی بشه، وگرنه ممکنه صاحب نظر باشه توی تخصصی. این خیلی خوبه که افرادی که به کانون میان این رو یاد بگیرن که اول برای ابراز عقیدهشون از هیچ کس اجازه نگیرن. دوم، شما موقعی که توی بحث شرکت میکنین، من پیشنهاد برادرانه میدم بهتون، به محضی که چیزی به ذهنتون رسید، اگر کمک به اطلاعات عمومی مردم میکنه یا حاضرین در جلسه، حتما دستتون رو بالا بگیرید و خودتون رو توی این قفس قرار ندید که جلسه اول هست و شما نباید صحبت کنید. خیر، همین که مایک رو گرفتین عالیه. ممنون از دوستان. من با اجازهتون اگر نظر دیگه ای نباشه یا دوست دیگه ای نظری نداشته باشه در مورد بحث آزاد، یک بار دیگه فراخوان رو براتون میگم که امروز ما 21 آگوست بود، مصادف با 30 مرداد 1401 خورشیدی، که سخنرانهامون به ترتیب آقای مسعود ذوالفقاری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران رو مربوط به ماه مرداد اجرا کردن، خانم زهره حق‌والی کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دست جمعی رو بررسی کردن و مقایسه کردن با قانون جمهوری اسلامی،
صادق فرخی قصر آسمی، ایشون هم در مورد کارنامه 10 سال اخیر ایران در اعدام، در مسئله اعدام صحبت کردن. جناب حمیدرضا سعیدی خیلی خوب به حق آزادی انتخاب پوشش اشاره کردن و خانم زهرا یزدی هاشمی هم دغدغه‌های در مورد کودکان کار را برای ما گفتن. خب بحث آزاد امروزمون هم حق برخورداری از خدمات لازم اجتماعی به ویژه در زمینه بلایای طبیعی بود و این جلسه هم از طریق زوم و هم از طریق پخش زنده فضای مجازی یوتیوب و اپلیکیشن کانون پخش شد. ممنونم از منشی جلسه سرکار خانم بیرجندی عزیز و همچنین دوستان عزیزمون در بخش ضبط صدا و تدوین، جناب آقای پورتندرست گرامی و آقای عربی عزیز. ادمین های عزیزمون هم خانم رهایی بودن، آقای بودرزی مج بودن و سعید پورمند. از دوستان صدا و تصویر و اعضای هیئت مدیره که در این جلسه شرکت کردن خیلی سپاسگزاری میکنم و اینکه همه رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم هر جا هستین سالم باشین، از تعطیلاتتون لذت برده باشین و اتاق رو در اختیارتون قرار میدم. الان ساعت 14:31 هست و من جلسه رو به صورت رسمی پایانش رو اعلام میکنم. ممنون.